بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز چهارشنبه است و ساعت 1:50. یه مقداری زود شروع شد برنامه و عب نداره، از اون طرف زودتر میریم و خیلی هم سر وقت باشیم. ممکنه یه وقت خدای نکرده شما به ایرانی بودن و آریایی بودن بنده شک کنید. دوستان عزیز، لطف کنید به دوستانتونم بگید، شیر کنید که برنامه زنده است و ما هم هنوز زنده هستیم. امروز 12 دسامبر، یعنی 12/12/2018. این آمریکا یا برعکس اروپا، اول روز رو می نویسن، بعد سال و بعد ماه، یه قاطی می کنن. یا اول ماه رو می نویسن، بعد روز و بعد سال. اروپا و ایران روز و ماه و سال، یا سال و ماه و روز، یا از بالا میان پایین یا از پایین میرن بالا. ولی آمریکا همه چیش مثل شطوره. به شطور گفتن چرا اینجوری چیز میکنی؟ گفت من چه چیزی مثل دیگرانه که این یکی باشه. در هر صورت خیلی خوشحالیم که شما اینجا هستید. 12/12/2018 است که میشه 12 دسامبر 2018، برابر با 21 آذر ماه 1397. توی ایران 21 آذر روز نجات آذربایجان بود، 16 آذر روز دانشجوه، 21 آذر روز نجات آذربایجان، 25 آذر روز مادر. و اگه بخوایم همه اینا رو توی تقویم بنویسیم، تقویما باید از این تقویمای رومیزی بزرگ باشه، ولی نه اینکه هر یه ماه رو روی صفحه بنویسن، هر یه روزش یه صفحه بزرگ تا بنویسی تولد خودم، تولد عمم، تولد نمیدونم شهبانو، تولد این، تولد اون و الی آخر. و اما امروز ساعت 3 بعد از ظهر گفتار عقل بشر برنامه شماره 80 رو این دوستمون از خلیج فارس لطف کردن فرستادن. و دیروز من، چون هفته قبل اشکال بود توی عکس ها و اندازه ها و اینها، دیروز عکس ها و ویدیو به اصطلاح صدا رو با هم تدوین کردم، گذاشتم با هم میکس کردم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر، یعنی 1:07 دیگه براتون نشون میدم. خیلی هم زمانش کوتاه این بار. به نظر میاد ایشون هم سرما خورده، از صداشون معلوم بود ایشون هم مثل ما یه کمی، آمریکایی ها میگن under weather، یعنی زیر هوا هستن. سرما خوردگی آخه اونم درست نبود، سرما رو که ما نمیخوریم که. در صورت کی درست میگه من نمیدونم. همینجا اجازه بدین من یک صحبتی داشته باشم با دوست خوبمون آقای مونتی فاطمی که از اقوام دکتر حسین فاطمی هست و به نظر من آدم منصفی هست، آدم به اصطلاح روشن فکری هست و سالهاست من ایشون رو از طریق اینترنت، از طریق نوشته هاشون میشناسم. ولی تعجب کردم وقتی که دیروز برای من یه چیزی نوشتن که براتون میخونم. و بعد از یه چند دقیقه یک نوشته هم از دوست خوبمون آقای سعید از کالیفرنیا، که ایشون هم تو به اصطلاح فرهنگ در کار آموزش پرورش هست، هم کارهای کامپیوتری انجام میده، هم خیلی به ما کمک کرده تا یه چند سال گذشته، یه چیزی ایشون نوشته بود، من خیلی تعجب کردم. گفتم که یا من راهی که دارم میرم اشتباهه، یا هنوز ما آزادی و دموکراسی رو یاد نگرفتیم. اتفاقا یه بحثی بود سالها پیش، این آقای عباس حسنی یا حسن عباسی، آقای بهش میگن اوستا، نمیدونم والله اینا هم اینقدر دوستانه، سیاوش اوستا تو فرانسه هست و از مشهد هست اصلش، یه بحثی رو ایشون سالها پیش، سال 2016 گذاشته بود روی اینترنت، خیلی جالبه، راجع به دموکراسی و راجع به آزادی صحبت میکنه. و من برای هر دوی این دوستان نوشتم آقای فاطمی و آقا سعید عزیز، من نظر خودمو میگم، شما چه اصراری دارید که من رو خفه کنید و چه اصراری دارید که من بدون اینکه قبول کرده باشم حرف شما درسته بگم بله شما درست میگی. میخوای من دروغ بهتون بگم یا میخوای من حقیقت رو بگم؟ من به افرادی مثل اکبر گنجی، مثل محسن سازگارا،
هر کدوم از اینایی که از رژیم قبلی جدا شدن، اون هم موقعی که اونها اینا رو انداختن بیرون از سر این سفره‌ای که اینها خوردن و دست همشون به خون مردم ایران آغشته هست، وقتی اینا رو انداختن بیرون بعدن اینا اومدن افشاگری کردن، افشاگری های اینا میگن به درد خودتون میخوره. ولی شما آقای فاطمی گرامی میخوای بری دنبال نوریزاد؟ شما که انگلستان هستی، من که نمیتونم از اینجا جلوتو بگیرم. بلندش آقا برو ایران، بلندش برو کنار مرز، ورش را بیار بکنش رهبر. من تجربه ای که دارم، دو بار با ایشون صحبت کردم، توی این دو بار صحبت روی برنامه و قبلش پشت برنامه دیدم ایشون هم تمام هم و غمش اینه که اموالش رو که به ایشون میگه مصادره کردن، اونا میگن ما بردیم ببینیم این چه چیزایی توش نوشته تو کامپیوتر فلان، من نمیدونم، اموال مصادره شدهش رو بگیره، پاسپورت خانوادهش رو بگیره و از ایران بیاد بیرون. اصلا به فکر مردم نیست، ایشون با اینا بوده، با اینا خورده برده. در رابطه با سعید یه فیلمی از خانم فائزه هاشمی گذاشته، فکر میکنم به دلیل اینکه سعید وقت کم داره و مثل ما همش سرکلش توی این اخبار ایرانی نیست، متوجه نیست اینا کی هستن. عزیز من آقا سعید، خانم فائزه هاشمی رفسنجانی، ببین خیلی ها میگن بنیانگذار انقلاب اسلامی خمینی بود، ولی یادشون میره که این چادری رو که به اسم خمینی شما پهن کردی رو ایران، اون میل وسطش، اون چوب وسطش وسط این خیمه رفسنجانی بود و این دختر رفسنجانیه، داماد یکی از، ببخشید، عروس یکی از این آخوندان، نمیدونم حالوتی و مالوتی لاهوتی از سیزاست. اینا با هم خوردن و بردن تا روزی که انتخابات 88 شد و اینا دنبال موسوی بودن، اینا میخواستن نماینده خودشونو بفرستن که باز بیان سر کار. وقتی اونا زبلتر بودن نیذاشتن اینا بیان، حالا داد و بیداد شده که ای حوار، نمیدونم، و اینا خود اونا هستن. تازه این میخواد کی بشه رئیس جمهور؟ سید حسین میر موسوی چیه؟ موسوی سید حسین میر موسوی، هر آشغالی کیه اون موسوی؟ اولین نخست وزیرای ایران یکیش رجایی بود که بعد شد رئیس جمهور، کشته شد. این معاون همین خامنه ایه و این نخست وزیر بود و این موقعی که کشتار 67 و نمیدونم اینا، همه این داستانای زندان، این آقا سر کار بوده و این آقا شعار انتخاباتیش این بود که ما میخوام 10 سال طلایی اول انقلاب رو دوباره بیاریم. اصلا من دیروز شاک شده بودم، مگه میشه ما این همه با هم صحبت میکنیم اینجا، یه دفعه خانم فائزه خانم میاد با یه مصاحبه نمیدونم با آپارات و پارات ساپارات صحبت میکنه و این چنین مردم گول میخورن. حالا تازه این نظر منه، آقا شما اینو قبول داری باهاش تماس بگی حمایتش کن؟ مگه این نمیگه من مسیح علی نژاد قبول دارم برای که از حق خانم ها دفاع میکنه؟ یکی بگه خود پدر سوختت، به پدر پدر سوختت چرا نگفتی مردم رو نمیدونم چیز اجباری؟ همین حسن روحانی اولین کسی که گفت حجاب اجباری این بود، چیزی که از اون موقع پشت ماجرا بود، ما ها نمیشناختیمش، حالا اومده جلو هم میگه دوران کلید دارم، هم طلایی دارم، نمیدونم، هم براتون کلید ساز شده، خلاصه قفل ساز میگن، چی میگن، کلید ساز شده. در صورت من از این دوتا دوستم خواهش میکنم آقا یه مقداری بذارید مخصوصا دوستانتون حرف بزنن، بذارید اونام نظرشونو بگن. شما نوشتی فائزه اینجوری، سخناشو نگاه کنید. من میگم آیا دیگران میتونن تو ایران اینجوری صحبت کنن؟ برو نگاه کن اون محاکمه ایره که بردنش و زود آزادش کردن و بعدم میگه امام با من تماس گرفته، منظورش خامنه ایه، گفته یک کمی آرومتر صحبت کن، یک کمی. اینا با همن، اینا یک گنگن. مثل ترامپ اینجا، صحبت از ترامپ، آقای کوهن یا
این مایک کوهن، سیروس کوهن، مواظب خودت باش، 3 سال زندان. تازه اینم حالا فکر کنم دخترش آورده بود که ببینید این پاش شکسته و من مجبورم از این نگهداری کنم و فلان اینها. دیگه دادگاه 3 سال بهش زندان داد، گفت تو دانسته دستورات غیر قانونی ترامپ رو اجرا میکردی. شما اینجا اینو داشته باش، ترامپ دیروز یک نمایش اجرا کرد توی کاخ سفید که خیلی از دوستان ما هیجان زده شدن که آقا ببین چه مشاجره ای را افتاده. گفتم عزیز من، ترامپ با پدر سوختگی تمام این کار را انجام داد، دوربینا رو که معمولا توی اوبال آفیس، توی اون آفیس بیزی نمیرن، گفت بیاین داخل، بردشون داخل. این میدونست اونجا بحث میشه سر این دیوار ساختن و نساختن. بعد توجه و حواس مردم رو از این ماجراهای دادگاه و درگیری و ژورنالیست عربی که کشتش، عربستان که کشته شده و دامادش که تا اینجاش تو باتلاقه و خودش که به اصطلاح کارهای غیرقانونی و جنایی انجام داده، توجه ها رو منحرف کرد به این مشاجره بین خانم نانسی پلوسی، بین آقای چاک شومر و بین خودش. اون مردکم دیروز بهش گفتن الف آن دی شلف، یک مجسمه کوچولویی تو این ایام کریسمس، یه آدم کوچولویی هست به نام الف، میذارن روی شلف، روی قفسه، و به بچه ها میگن که این هرچی بخوای برات میاره. این رابطه ما هست با کریسمس، با اون مرد چاقکیه، بابا نوئل و فلان اینا. این مرده 20 دقیقه 25 دقیقه نشسته بود، فقط نگاه میکرد به این، نگاه میکرد به اون، نگاه میکرد به این، نگاه میکرد به اون. ولی یادتون باشه این دوتا افعی هایی هستن که انقدر مار خوردن در سیاست که افعی شدن، نانسی پلوسی و اون چاک شومر. این چاک شومر کسی بود که ترامپ قدیما که خودش دموکرات بود به این پول میداد که این از نیویورک سناتور و نماینده و اینها بشه. حالا ماجرا چی بود؟ ببینید ترامپ با 2 شعار برنده شده. یکی من دیوار میسازم، پولش هم مکزیکیا میدن، که فقط احمقای بی سواد وسط آمریکا قبول کردن. یکی این که من مهاجرین جلوشون میگیرم و نمیذارم بیان اینجا، اینا دارن میان شغل شما رو میگیرن، در صورتی که همون احمقی که بهش رای داد توی مزرعش، مثلا اگه خودش و زنش و پسرش کار میکنه، معمولا پسره هم ول میکنه میره شهر، کارگرای اونجا هستن همه مکزیکی، السالوادوری، گواتمالا و دیگه بمانه. ولی این با این 2 شعار آمد و برنده شد. حالا از امروز فکر سال 2020 هست که اگر من دیوار رو نسازم، اگه من این ماجرای مهاجرت رو جلوش نگیرم، خب همین بی سوادا هم تا اون روز آگاه میشن به من رأی نمیدن. من 2020 یا 2020 رو میبازم و این تا 2021 که 5 سال، اون شامل مرور زمان گفت آقای سعید، اون استاتیو آف لیمیتیشن 5 ساله در رابطه با این جور، یعنی این تا سال 2021 میتونن ترامپ رو بگیرن بندازن زندان. الان دیگه ای بیشتر داره فعالیت میکنه. ولی ایرانیایی که رأی دادید به ترامپ، مگه این نگفت من آقای این هوشنگ امیراحمدی تعجب میکنم، اون روز به من میگه آقای صلبه ایشون هر کاری گفته انجام داده. میگم آقا چه کاری انجام داده، چه کاری انجام داده؟ شما به من بگو. تکسو برای طبقه متوسط جامعه آورد بالا، درست کرد، درآمدشون زیاد کرد. میگه نه. میگم دیوار ساخت. میگه نه. میگم مهاجرین رو جلوشون گرفت. مهاجرین از دوره اوباما شروع کرد به کم شدن و رفتن، برای که کارخونه های آمریکا از سالیان دراز هست که رفتن مکزیک و رفتن چینا و رفتن اینور اونور و دیگه اینجا احتیاج ندارن. اونا تو مملکت خودشون الان بهتر کار میکنن تا اینجا. در هر صورت برای آقای مانتی فاطمی هم نوشتم، دوست عزیز شما اولا از نقل، از قول اون دوستمون که نقل قول کرده بودید
ایشون گفت من اصلا همچین چیزی ننوشتم نگفتم. آخه من اینجا وقتی برنامه اجرا میکنم با یه دوست صحبت میکنم، گاهی وقتا متوجه میشم ممکنه یه جمله ای رو متوجه نشم، ولی با شناختی که از این شخص که دوست هر دومون هست، اتفاقا نظراتشون هم با شما خیلی نزدیکه و شما میای اونو نقل قول میکنید به قول اون، آقا از قول خودت بگو، مگه خودت یه شخص نیستی دیگه؟ چه کار داری از قول اون میگی؟ میخوای چون فکر میکنی خودت نظرت ضعیفه اونو بیاری؟ که من که نمیگم خب حالا شدن دو تا قول پس اینا بهتر از منه، من هزاران نفر وایسادن من نظر خودمو میگم، تا زمانی که نظر یه نفر بیاد نظر من رو عوض کنه. در صورت آقای مونتی فاطمی منتظر شما هستیم بیاین توی برنامه‌ای برای ما بگید که شما به چه چیز آقای نوریزاد اعتماد کردید. همین نشستی که به من نشون دادید، گفتم آقا دور هم جمع شدن با اون آقای شعله سعدی یا سعدی شعله، اتفاقا فکر کنم شیرازی هم باشه، حرف زدن و گفتن و بعدم شعر خوندن در مدح و ستایش زندانی ها، علا نسرین علا اسطوره. خب چی شد؟ اون بدبخت تو زندانه، اینا بعدش یه شام سیر میخورن، گاز گرم هم از بالا به صورت آروق هم از پایین پس میدن. من از شما دو تا سوال کردم، گفتم آیا اینا چیز جدیدی در این جلسه گفتن؟ سوال دوم، آیا شما پس از اینکه این رو دیدید در وجودتون حرکتی ایجاد شد که بلند شید برید 50 دلار بفرستید برای دکتر فلانی، 3 دلار بفرستید برای فلان سازمان؟ بعد شما برداشتید چه جوابی نوشتید؟ اصلا من خندم گرفته بود که از شما یه همچین جوابی رو بشنوم. بعد راجب بهبهانی معتاد، راجب به من چه؟ آقا اونا هر کدومشون زندگی خودشون دارن، من مسئول حرفای خودم هستم. به همین دلیل ویدیوهام هم توی یوتیوب و توی وبسایت ها و توی وبسایت خودمون تا اونجایی که گنجایش داشته باشه اجازه داشته باشیم پولشو بدیم و فلان اینها اونجا هست. تازه اگه یه چیزی هم اشتباه کرده باشم، اشتباه گفته باشم، با کمال احترام به شماها میام میگم من ازتون عذر میخوام، اینجا اینو اشتباه گفتم. منتظر شما هستیم، منتظر آقا سعید هم هستیم. خب خیلی ممنون آقای فرخ، درود بر پارسای عزیز برادر. بله عزیز برادر، خیلی ممنون. شما حتما فیلم مارمولک رو زیاد نگاه کردی عزیز برادر. خب این از این ماجرا. اون روز پتیک به من گفت اگه بیکاری این سریال نقطه سر خط رو تماشا کن. ما هم زدیم از اولیش تو یوتیوب هست دیگه، زدیم از اولیش آمد و شستیم نگاه کردیم. اولی رو که نگاه کردیم بهش پیغام فرستادم آقا خیلی ممنون، چون من گاه گاهی دلتنگ ایران میشم. به قول اون آقای هوشمند، مهندس هوشمند که سال 1986 با ما تو آلمان بود، گفت آقا من زندگی خوبی داشتم تو آمریکا، دلم هوس سبزی فروش محلمونو کرد رفتم اونجا و گیر افتادم تا اینکه با دو تا پسرش آمد و بعدم آمد آمریکا. منم گاهی وقت خب دلتنگ میشیم، بالاخره اون کوچه های خاکی، اون زمین فوتبال، اون زمین والیبال، اون نمیدونم تور والیبالی که یه سیم بود تور نداشت، اون بازی پینگ پونگ بدون راکت با دست، اینا بالاخره خوراکای کثیفی که تو خیابون میخوردیم. گفتم خیلی خوب شد شما این فیلم رو به من گفتی نگاه کنم که اگر هوس کردم بگم آقا ایران اینه، الان خیلی بدتر از قبل و نمیرم آقا برای شما. آهان این آقای مونتی فاطمی برای من نوشتون، آهان من از همین شما میگی من نمیدونم وطنم و سهمشو میفروشم به شما، من ایران نمیرم. میگم خب آقا دارم حقیقت رو میگم، ای کار شما هم حقیقت رو میگفتید. شما که میگی جانم فدای ایران، اون یکی میگه ایران نباشد تن من مباد، یه دلار حاضر نیستید برای ایران و ایرانی خرج کنید، فقط شعار میدید. چرا؟ چون شعار مجانیه. من این قسمت چه که مجانیه میام حقیقت رو میگم، حالا اونجایی هم که دستم برسه. راجع به این دست رسیدن، این دوست قهرمانی که بهتون گفتم از ایران آمده و دو سال و نیم الان به اصطلاح در برزخ به سر میبره، نمیدونه چه باید بکنه و اینها، یه ویدیویی برای من فرستاد. بهش گفتم این ویدیو رو پخش کنم؟ گفت نه آقا من نه نت دارم نه دستگاه دارم، این چیز خوبی نیست. خب اینایی هم که
قهرمان بودن، توی جاهایی بودن عکس و ویدیو و اینها بوده، میخوان یه کمی بهتر باشن. یعنی طرف وقتی رفته دنبال ورزش و اینا میخواسته از دیگران بهتر باشه، حالا میخواد ویدیوش از سوربی هم بهتر باشه. باش، حق دار. بعد گفتم هر وقت راحت بودی نشون بده. این دوستمون میگه من حاضرم مدالای قهرمانی، لباس ورزشی قهرمانی رو که در قهرمانی کشور پوشیدم اینا رو حراج کنم بفروشم، یا فعلا بذارم پهلوی کسی به عنوان وثیقه، میگن به عنوان امانت، اینجا میگن پان شاپ، پان کنم. وقتی شما میری یه چیزی میذاری میگی میخوای پان کنی یا میخوای بفروشی. اگه گفتی میخوام مثلا پان کنم، میگه اوکی این 75 دلار، من 50 دلار بهت میدم، بعد نزول خیلی زیاد هم ازت میگیرم، ولی کارتو بعضی وقتا راه میندازم. در هر صورت این هست، ولی میگم مشکل با پیپل و اینا داشت. بالاخره ما هفته قبل از سه طریق میخواستیم براش پول بفرستیم، نشد، تا الان دیگه درست کرده. و اگر بخواین، اگه کسی میخواد میتونه صبر کنه تا خودش بیاد با اسم و فامیل و اینها برای خودش بفرسته، یا میتونید به تلویزیون مردم کمک کنید. ما هر چی شما کمک کردید کپیشو براش میفرسیم اونجا. چیزی که هست یادتون باشه اینجوریه که شما اگه 100 دلار میدید، پیپال 5 دلارشو میگیره میاد اینجا 95 دلار. بعد من اگه این 95 دلار رو بفرستم برای اون میشه 92 دلار، 91 دلار. حالا ما میگیم اگه شما 100 دلار میفرسی، ما این وسط دوباره برای اون 100 دلار میفرسیم، حتی برای 105 دلار میفرسیم که اون 100 دلار شما واقعا 100 دلار دستش برسه. این شما و این هم این دوست قهرمانمون که فعلا از ایران آمده بیرون و به اصطلاح چشمش به دست و همت عالی شما هاست. من براش نوشتم که این ایام مخصوصا در آمریکا ایامی هست که همه دست در جیب دارن، به دیگران کمک میکنن. امیدوارم دوستان ایرانی بیننده تلویزیون مردم هم کمک کنن، حمایت کنن. این مسئله صدقه و گدایی و اینها نیست، این کلمه هدیه، هدیه دادن. شما به بچه خودتم هدیه میدی، شما پسرت میخواد ازدواج کنه بهش هدیه یا کادوی ازدواج میدی، به اینم هدیه‌ای بدید تا فعلا کارش را بیفته. و امیدواریم اینم فردا، در فردایی که تکلیفش مشخص شده، اینها کمک کنه به دیگران با گذاشتن برنامه اینها. یه نفر دیروز آگهی زده بود، دیروز نه من دیروز دیدم آگهی گذاشته بود توی نشریه ایرانیان که دنبال پارتنر یا یه شغل میگرده. پارتنر یعنی شریک، شغلم که اون یه تجارتی، کاری کاسبی اینها. و من به دو نفر از دوستان معرفی کردم که یکیش تو کار لیموزین هست و میخواد لیموزیناشو اضافه کنه. میگه که اون شرکتای معمولی دیگه به من ماشین نمیدن بیشتر از این، باید یه آدمایی باشن که بخرن ماشینو به نام خودشون، یا ماشینو به نام ما میکنن ولی خودشون لین هولدرن. در صورت اگه کسی خواست، یادم رفت با این آقا که صحبت کردم بپرسم اگه میخواد آگهیش تو تلویزیون مردمم با یه مبلغی، با یه هزینه کمی بذاریم. و اینجا هم بالاخره افرادی هستن پولی داشته باشن و اینها بخوان جایی سرمایه گذاری کنن. یه دوست دیگه داریم که اونم قرار شد یه ویدیو بسازه و به شماها پیشنهاد کنه که اگه پولتون تو بانک هست 1%، 0.5%، به ندرت دیگه بالای 1% میدن، 1% هم نمیدن، بعضیا 0.1 نمیدونم 1% میدن اینا. این دوستمون میگه 6-8% و اینها هم میدن و با سکند مورگیج هم به اصطلاح سکیورش میکنن. این هم از این. اینجا نوشتم آقای فاطمی از اروپا و سعید دوست خوبمون از کالیفرنیا. امیدوارم توضیحات من کافی بوده باشه. این فیلم سریال نقطه سرخط رو اگه وقت داشتید برید ببینید و ببینید که تو ایران چی میگذره. این ماجرای رشوه، ماجرای زیرمیزی، ماجرای راندخاری، ماجرای دروغایی که همه جامعه به همدیگه میگن به چه صورتی هست و اصلا امکان این که جلوش گرفته بشه نیست. و اما هتل ها و سوء استفاده از کردیت کارت شما. یک چیزی رو یه دوستی برای من فرستاده بود، من هر وقت یه ویدیوی اینجوری میاد که فکر میکنم کمک میکنه، منم به شماها توضیح میدم یا نشون میدم، چون بعضی وقتا اینا رو اگه نشون بدیم یقمونو میگیرن
بعد ویدیوی خودمون رو ممنوع میکنن، توقیف میکنن، توقیفش میکنن، سعی میکنم اون چیزی رو که من خودم برداشت کردم فهمیدم برای شما توضیح بدم، امیدوارم که بتونم به اصطلاح این کار رو انجام بدم. میگه شما میری توی هتلی ساعت 2 بعد از ظهر میرسی لاس وگاس، الان شروع میشه دیگه از یه 2 روز دیگه برنامه کنسرت های بزرگ لاس وگاس، ایرانی ها میرن اونجا. میگه شما وقتی میری این رسمه، اینجا میگه کردیت کارتتو بده تا ما بذاریم. بله زنگ زدی کردیت کارتت هم دادی تا اتاق رزرو کردی، ولی حالا کردیت کارت رو فیزیکلی، یعنی میخوان واقعا لمسش کنن، بگیرنش، به ماشینشون بکشن، چون شما میتونی بعدن وادنگ بیای بگی من نبودم، ولی وقتی از دستت گرفتن توی اون ماشین اینجوری کشیدنش، یا توی ماشینای جدید با اون چیز داره، یک چیپ داره، چیپسی داره، این چیپسای اینجوری با این چیپسا چپوندش اونجا، دیگه شما نمیتونی، یعنی 50% دیگه شما میگن خودت اونجا بودی. اینو شما میدی، میگه اوکی، اون پول رو ما مخارج و استفاده مشروبی چیزی اینها از این میگیریم، بعد باز آخر کار اگه بخوان میتونین عوض کنین، ولی فعلا این کردیت کارت شما اینجا اوپن میشه باز و میرید شما تو اتاق. میگه یه عده هستن حالا یا واقعا زیر نظر دارن که یکی میاد میره همونجا وایساده، این کلیدی که به شما میده مثلا می کلید اتاق 202، حالا چون اریا کد اینجا 202 202 میده به شما، شما میری، این میره حالا اینجا وایساده بوده مثلا میخواسته، یعنی خودکار میخوام بگیرم، میره میشینه اونجا با تلفن خودش زنگ میزنه به هتل، میگه منو وصل کن به اتاق 202. دیدید شما اگه بگید تو اتاق 202 کیه بهت نمیگن، ولی اگه بگید منو وصل کن به اتاق 202 وصل میکنه، شما رو وصل میکنه به اتاق اینو دوزه رو وصل میکنه به اتاق 202. شما هم حالا آمدی کیف و اینها رو گذاشتی و رفتی دستشویی، آمدی دراز کشیدی میخوای تلویزیون نگاه کنی، تلفن زنگ میزنه. تلفنه که زنگ میزنه میگه من از فرانت دسک هستم. فرانت دسک یعنی همون جایی که شما میری سلام علیک و اتاق و اینها، اینجا بهش میگن فرانت دسک. اون یکی که اون ور نشسته کانسیر، اون یکی کمک میکنه، تبلیغ بهتون میده، فلان جا این نمایشه، ماشین تاکسی ماکسی میخوای برات زنگ میزنه، که این کانسیر هم من به فارسی نمیدونم چی بگم. در هر صورت به شما میگه که این کردیت کارتی که الان دادید یه اشکال داره، لطف کنید شمارهشو برای ما بخونید. شما خیلی قشنگ میگی خب من الان پایین بودم این کردیت کارتو دادم، در میاری کردیت کارتو شمارهشو میخونی 1 2 3 4 5 6 فلان، اکسپایریشنش کی فلان فلان، اون کدش کی چیه فلان فلان، میخونی میذاری. خب چی شد؟ شما ناخواسته و نادانسته کردیت کارتتو دادی به یک دزد قهار، بلا فاصله تا از شما خداحافظی کرد حتی به اتاق بعدی زنگ نمیزنه. این مشخصات کردیت کارت شما رو میفروشه به دیگران، $50 $100 $1000، و اونا شروع میکنن باهاش وسیله میخرن، اوردر میدن به جاهایی که پی او باکس استوریج، به جاهای دیگه میفرسن، و بالاخره تا شما بخوای متوجه بشی شما رو انداختن توی دردسر بزرگ. یادتون باشه پس فردا رفتی هتل، کارتتو دادی، کارتو پس گرفتی، رفتی اتاق، زنگ زد گفت کارتت اشکال داره، بگو بسیار خوب، من میام پایین، یا من الان میخوام برم دستشویی، بعد از دستشویی میام به شما زنگ میزنم. چون شما اگه قطع کنی بعد به پایین زنگ بزنی که دیگه اون نمیره اون تلفنه، میره تو دفتر دیگه، درسته؟ یا صفر صفر یا نوه، نه نو آزاد میکنه. در اصل یادتون باشه شمارتون رو به کسی ندی. حالا اگر تنبلیتون میاد برید پایین، تلفن بزنید بگید که شما زنگ زدید گفتید کردیت کارت منو میخواین، احتمالا طرف میگه نه ما کردیت کارت شما رو گرفتیم، تموم میشه ماجرا. بهش میگن sound and safe، یعنی راحت و آسوده، خیال راحت، بشینید اونجا زندگی چی میگن استراحت کنید و از هتل استفاده ببرید. و اما فیسبوک مردم تیوی و
سربی رو به شما نشون بدم، یک کمی بالا و پایین بریم، خبرهایی که مونده از چند روز گذشته براتون اونجا بخونم. بعد نوشته که خبرهای فارسی رو از کجا پیدا کنیم. دوستمون پتیک سوال کرده سربی این خبرهای فارسی کدام یکیشون بیشتر میشه بهشون اطمینان کنیم. والا من نمیدونم، من خودم سر میزنم بی بی سی رو نگاه میکنم، گویا رو نگاه میکنم، پیشخوان مال ایران رو نگاه میکنم، وایس آف امریکا صدای امریکا رو نگاه میکنم، دوچه وله رو نگاه میکنم، اون یکی دیگه یورو نیوز رو نگاه میکنم. از مجموع اینها بازم تازه میگن چی؟ میگن وسط خطها رو باید بخونی شما. ولی این کاری که این چیزی که پتی گفت شما میدونی، باز تلویزیون مردم، اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی و اولین تلویزیونی که گفت ما حالا این سکو رو داریم، اسم تمام تلویزیون‌های دیگر رو می‌نویسیم اینجا، اسم تمام روزنامه‌ها مجله‌های دیگر رو می‌نویسیم اینجا. باورتون میشه این کار رو من انجام دادم؟ اگر الان امروز شما میری هر جایی می‌بینی اونا رو گذاشتن، اینا دیدن خب حالا از اینجا دو دلار، دو سنت، ده سنت در میارن. ما یه روزی این کاری کردیم که برای ما مجان، یعنی هیچ پولی نبود، تازه باعث دردسرم بود. هی یکی زنگ میزد آقا تلویزیون این بهبانی معتاد قطع شده، میگفتم خب آقا پول نداده، آقا تلویزیون فلانی پول نداده قطع شده، میگفتم خب اونم لابد جمهوری اسلامی بمبارونش کرده، پول نمیدن، هی میگن ما رو بمبارون کرده. در هر صورت این کار رو دوباره میخوام انجام بدم. حالا اگر کسی از شماها اینجا میگن if you are interested، اگه شما مایلید که این مردم report.com رو دوباره برداریم به عنوان یک سایت خبری، ولی ما خبرنگار نیستیم، ما فقط دوچه وله رو میذاریم، یورو نیوز رو میذاریم، تلویزیون اینو میذاریم، رادیوی اونو میذاریم، اونو میذاریم اونجوری. شما برید گویا رو نگاه کنید ببینید یه جای انقدری چقدر چیز ریزه 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 گذاشته و بعدش هم دورش آگهی. حالا اگه کسی هم آگهی بده بعد از اون ور، اگه کسی هم مایل هست که این مردم report.com رو بخره و منتقل کنه به خودش، باز ما حاضر هستیم. این از این ماجرا درباره خبرهای فارسی را از کجا بگیریم؟ گویا، بی بی سی، صدای آمریکا، یورو نیوز، دی دبلیو، دوچه وله، ایران وایر، پیشخوان، انقدر دیگه این روزا زیاده که نگو و نپرس. ولی پتی گفته بود یا این که با همین انگلیسی الکن از خبرگزاری های خارجی، اتفاقا این فکر خوبیه، شما از خبرگزاری های خارجی هم اخبار ایران و جهان رو بخون و گوش کن، مقایسه بهتری بهت میده. همین امروز داشت نشون میداد این پامپئو توپولی چاق که آمد به جای اون تلرسون وزیر امور خارجه است، آمده توی فاکس اند فرند، این عقب افتاده های فاک نیوز، بعد دارن راجع به عربستان میگن، میگن که این مرده اینو کشته، اینها میگه که نه این خودش نکشته، دیگران کشتن، همه هم به سزای اعمالشون رسیدن. ولی شما نگاه کنید آمریکا چقدر مارکتش خوبه، ضمناً ایران چقدر بده، تروریسته. اصلا هیچ ربطی به سوال اینا نداشت، ولی حواستون رو منحرف میکنه. شما وقتی اینا رو ببینی مقایسه بهتری داری. من از اونایی که میگن آقا ما فقط برنامه تو رو نگاه میکنیم، بهشون میگم تو رو خدا این کارو نکنید. این تعریف یه نفر نیست که بهش بگید ما فقط برنامه تو رو نگاه میکنیم. شما برنامه دیگران رو حتی اگر برخلاف عقایدتون هست نگاه کنید تا به اصطلاح دیدتون پانورامیک بشه. دیدین میگن پن تو دی رایت، پن تو دی لفت، این پانورامیک یعنی یه چیزی که دید باز. در صورت اینم از این ماجرا آقای مانتی فاطمی، من براتون اون قسمت نوشته دوستمون رو که برای ایشون فرستادم، یا من در برنامه حواسم نبوده، یا شما اینو یه جایی نوشتید، یا این دوست ما آقای مونتی فاطمی اشتباه میکنه. ایشون نوشته من اصلا همچین چیزی درباره شما نگفتم، ننوشتم، و اگر آقای فاطمی فکر میکنه من گفتم، ویدیوهای من، نوشته‌های من موجوده، بیارن بگن کجا چه روزی با هم تیز کنی. و آقای فاطمی کام داون عزیز من، ریلکس برادر، قرار نیست شما هر چی فکر میکنی اون درست باشه. شما شناختتون ممکنه در رابطه با ایران
همون که من 5 سال بعد از انقلاب بودم اونجا، من اینا رو بیشتر از شما میشناسم. 5 سال باهاشون زندگی کردم، دیدم آقا نمیشه، باید در رفت. بفهم. خب فیسبوک و اما پس از صدر اعظم آلمان، آیا نوبت به تریزا می، این نخست وزیر، اونجا میگن پرایم مینستر، اونجا میگن چی میگن صدر اعظم، نوبت به نخست وزیر انگلستان رسیده. میبینید که داره تلاش میکنه با این رأیای منفی که بهش دادن، هی میگه دولت رو ساقط نکنید، الان شرایط بدی هست، اگه دولت ساقط بشه چنین و چنان میشه و باید صبر کرد و دید چه خواهد شد. اینجا هم نوشتم اگر در فکر راه اندازی یک پورتال خبری هستید، مردمریپورت.com موجوده. خب این جیسیک شهگولیان نوشته مثل پارسا سوی واچ، you when you were in رنگارنگ، now I see this post and with all due respect، عزیز من with all due respect، D-U-E، همه به اشتباه میگیم with all due respect. بعدم اینجوری بزرگ ننویس، همه چیز رو وقتی با کپیتال می‌نویسین، خدای نکرده من فکر میکنم شما هم مثل ترامپ یا آدم عصبی هستید. کپیتال نوشتن، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد، جایی که میخوان تأکید کنن، جایی که اول جمله است، اینا رو کپیتال می‌نویسن یا با حروف بزرگ می‌نویسن. Our president is the best president ever. President okay if شما اجازه بدید من اینو پاک کنم به چند دلیل. یکی این که همه رو بزرگ نوشتی، بعد یکی دیگه این که اینجا سکوی تبلیغاتی ترامپ عقب افتاده نیست. شما اگه خیلی پرزیدنت ترامپ رو دوست داری، $5 از همه $10 میگیرم، $5 شما خرج کن، آگهی بذار، پست بذار، من توی مردم تیوی نشون میدم. شماها هم مثل ترامپ مفتخور هستید. بعدم اصلا شما رو من از رنگارنگ بشناسی، اصلا من از دبیرستان و دبستان بشناسی، چه رابطه‌ای داره با یه مردک نادان شارلاتانی و شما؟ حالا یا حماقت یا ساده دلی یا خوشباوری یا نعیف بودن بهش رأی دادی، رأی دادی، مبارکت باشه، فعلا به ریش دابزون شده، مواظب باش شما رو تو باطلاق نکشه. یکی گفت آقا این آمده باطلاق واشنگتن رو خالی کنه، گفتم بله، اتفاقا فکر خوبی هم داشت، گفت چون چاق هستم میرم تو این باطلاق، این آبا باطلاقا کثیف میرزه بیرون، ولی وقتی رفت داخل دید خیلی عمیقه، اینجوری نیست که با وزن این بیاد بیرون و حالا گیر افتاده داخلش، حالا منتظره که شما بیارنش بالا. در صورت شما که الان دارید برنامه رو نگاه میکنید، $5 از کیسه مبارک خرج کن، آگهی تو بده اینجا، عکس تو بذار، ویدیو بیا حرف بزن، به مردم ایرانی که دارن برنامه من رو نگاه میکنن بگو که چرا شما فکر میکنید ترامپ آدم خوبیه. کسی که تا دیروز گفته مکزیک پولشو میده، امروز میاد به منو شما که فکر نمیکنم تکس بدی، معمولا طرفدارای ترامپ مثل خودش دزد و شارلاتانن، اونا هم تکس نمیدن، ولی به من و دیگرانی که کار میکنن و مالیات میدن میگه بیاین $5 بیلیون پول بدید من دیوار بسازم. شما میدونید این چرا میخواد دیوار بسازه؟ برای که باز شرکتایی هم که دیوار میسازن با اینو بچه‌ش و دامادش و اینا میخوان بخورن و ببرن. $5 بیلیون اگر این 40% هم این ور اونور، $2 بیلیون میشه دیگه. درست میگم؟ 10% میشه 5، بله. 40% هم کمیشن بگیره، زیر میزی بگیره، مثل شاه باشه که برای مردم خرید میکنه و خودش هم از مردم خرید کمیشن میگیره. مثل من برم برای خونمون چی بخرم، بعد بگم که مثلا 4 تا نارنگی بگی، توی راه یکشو بخورم، بگم این کمیشن من. البته این کارو میکنیم معمولا. بله. خیلی ممنون که هنوزم داری برنامه من نگاه میکنی، امیدوارم بیشتر نگاه کنی، بیشتر یاد بگیری، بیشتر به خودت مطمئن بشی، با شجاعت، با شهامت بیای جلو، حرف خودت رو بزنی. بعد از اینکه حرفای پوچ ترامپ رفته تو مغزه، حالا شما بیای بگی تا ما بگیم چجوری این رفته تو مغز شما. از اینکه ترامپ آدم شارلاتانیه و میتونه رو شما ببین، اون بد بیچاره‌ای که دکتره، تلفن میزنن بهش، گولش میزنن، نمیدونم $10,000 بفرستم میخوام $1,000,000 بدین، اونا آدمای شارلاتان، آدمای نابغه ای هستن، چیزی که از نبوغشون رو در راه بد استفاده کردن.
در صورت خیلی خوشحالم که هنوز هم که هنوزه جایی رو بهتر از تلویزیون مردم پیدا نکردی و با ما هست. خب اینم از این. اون قهرمان اسمش و اینها رو من اینجا نوشته بودم، ولی چون گفت فعلا ویدیو رو نشون نده تا یه نت بگیرم، اینا به اینترنت اون کشوری که هست میگه نت، میگه حتی پول ندارم اینترنت بگیرم. در صورت اگه میخواین کمک کنید تا من چیز کنم. بله، یه خبر خوب این که اسماعیل بخشی از زندان آزاد شد. این بنده خدا از 27 آبان زندان بوده، کسی که گویا اون هفت‌تپه، اون شرکت، اون سازمان، این نماینده اونها بوده و جای خجالت واقعا برای آخوندها که نمایندگان کارگران رو زندان کنه. نمایندهی که اونا بهش گفتن این میاد از طرف ما سخن بگه، وقتی میاد صحبت کنه میگیرن میزنن زندان که دیگران هم حساب خودشونو بکنن. همین بلا رو سر منصور اوسانلو آوردن که آقای منصور اوسانلو رو هم بعد فرستادن خارج، یا خودش اومده خارج دیگه. اینم چی میگن؟ پسیو شده ها، پسیو درسته. اعتراضات در فرانسه، آیا جلیق زردها تاریخ ساز میشوند؟ میدونید با وجود که مکرون آمد باشون صحبت کرد و گفت فعلا این پول گازوئیل و مالیات و اینها رو زیاد نمی کنیم، ولی اونا گفتن که نه خیر، ما اینقدر ضرر زیان و فعلا ما نمیریم داخل تا ببینیم چه میشود. اگه کسی درباره این ماجرای جلیق زردهای فرانسه بیشتر و بهتر میدونه خوشحال میشم که با این شماره تلفن چنده؟ افکت 8 این 202-695-2573 تماس بگیرید، پیام بذارید یا تکس بذارید، یا اگر میخواین مهمون برنامه باشید پیام بذارید که سوربی تلفن من اینه، من اسمم اینه، روی فیسبوک هم هستم، یا با فیسبوک یا با اسکایپ شما بیاین مهمون ما باشید. وقتی ما میگیم شما بیاین مهمون ما باشین، سوء تفاهم نشه. یک فامیل دوری داشتیم به سوء تفاهم میگفت، سوء تفاهم نشه. مثل این آقای سیروس کوهن مفتخور نباشید، بگی به به یه جای پیدا شد، من آشغالایی تو کلمو حالا مینویسم رو کاغذ برای سوربی میفرستم، اینم نوکر بابای من بوده برای من میخونه. اصلا از این خبرها نیست. شما رو ما میاریم اینجا که دیگران ببینن، ما اجازه میدیم به دیگر اندیشان اونا بیان صحبت کنن، اونها هم بیان، و بعدش باید به این فرق گفتم که من اون دفعه نمیدونم فلان چی وصل نشد، حالا میام. گفتم متاسفانه ما اون شب فقط شام پخته بودیم و نهار تو خونه بود و اینها، به شما دعوت کردیم بیان، الان دیگه خوراک نداریم، شما اگه میخوای میتونی بیای ولی نهارم بگیر بیا، یعنی پول برنامه رو باید شما بدی. همش که نمیشه شما مهمان من باشین، یه وقتم شما باید بگیرید من رو دعوت کنید تا مهمان شما باشم. اعتراضات در فرانسه و اما آمریکا و چین و کانادا، این ماجرای شکست ترامپ درباره اون تعرفه یا مالیات بر اجناس ورودی که اون روز با آقای مینویی صحبت کردم و تعجب کردم، اصلا توضیحات که آقای مینویی میده به نظر من کاملا اشتباهه. میگه شما هر کاری انجام بدی پول زیاد بشه به این میگن تولید. گفتم نه آقا، شما اگه دلار بخری فردا دلار گران بفروشی پول ببری تو خونت، شما پول تولید کردی برای خونت، برای خودت، ولی تولید چیز تولیدی نداشتی که. ایشون فکر کنم تفاوت پروداکشن ریتیل اینا رو متوجه نیست، یا وقتی تعریف ها رو ما میخوایم مقابل تعریف های انگلیسی آمریکایی بذاریم کم میاریم. اگه کسی این تعاریف رو جایی میدونه که به فارسی نوشتن، چون میدونید اصلا یک کلمه جدیدی آمد تو فرهنگ فارسی به نام رانت که ما گفتیم این رانت چیه، بعد یکی گفت این آقا همون رنته، رنت اینجا که میگن اجاره، گفتیم آخه رنت اجاره چیه اینا، بعد معلوم شد آقا کمیشن ها و مالیات چیز همون کمیسیون هایی که این بر اون بر میگیرن. یا یکی دیگه اگه توضیح بهتری داره، من هنوزم واقعیت رانت رو نمیدونم چیه، یعنی رانت یعنی چی؟ اینجا رنت، بله شما میتونی یه خونه بخری بدی اجاره، بهش میگن رنت، بعد خیلی هم باهاش دردسر میاد، توالت طرف خراب میشه، آشپزخونهش خراب میشه، به شما خبر میده، ولی از اون طرف این جا امسال میخری 80,000 دلار، ممکن سال دیگه بشه 90,000 دلار، سود میبری، بعد اجارهایی که میدن درآمد روش سود میبری، یعنی خوبی و بدی با هم دیگه میاد. اینا رو ما اشکالمون اینه که
توضیح نداشتیم. ما در دو تا من در دو تا رژیم دیکتاتوری بزرگ شدم، به ما اجازه شرکت دادن در این امور به اصطلاح داده نشده. ما میشه بگیم اصلا ما شکوفا نشدیم، ما درختای هستیم. دیدید درختا زمستون که داره میشه بهار، هی میخواد قنچه کنه، یه بادی میاد، یه طوفانی میاد، بعد بعض وقتا باد و یخ میاد، این بیچاره قنچهش اصلا دیگه گل نمیشه. ما اون هستیم، ما قنچه هامون گل نشده، ما قنچه هامون طوفان خمینی و شاه هم از قبل زد، افتاد، ریخت، تموم شد. حالا بدبختی اینه، داشتم به این آقای سورنتو صحبت میکردم، گفتم بدبختی اینه که نسل بعدی طلبکار اونم شده. هی میگه شماها که انقلاب کردین، میگم آقا من انقلاب کردم؟ وقتی شاه شما فرار کرد، بنده مأمور حکومت نظامی بودم، کی انقلاب کرد؟ اونایی هم که انقلاب کردن که الان اومدن اینجا، آقای سازگارا و شما به اشتباه میرین دنبالشون، آقای اکبر گنجی شما به اشتباه میرین دنبالشون، خانم فائزه البته این بچه بوده، باباش، داداشای دوزش، شما به اشتباه میرین دنبالشون. همه چیزا ریخت و پاخت. میتونیم بگیم شیر تو شیر، خودمونی، حزب خران، خر تو خر. بله، از دیشب ساعت 20:45 دقیقه به یه تروریست در استراسبورگ آدم کشتی راه انداخته. فرانسوی ها فعلا به دنبال اون تروریست هستن. بله، اسمش هم شریف هست، یه جوانی هست که گویا دل دزد بوده و زندان رفته و اینها، اگه اشتباه نکنم اصلش هم مراکشیه. و امروز تا قبل از برنامه گفتن 3 نفر رو کشته، حالا با هفت‌تیر شلیک و بعدم با چاقو زخمی کرده. خیلی از اینایی که زخمی میشن بعضی هاشون بعد 2-3 روز به اصطلاح فوت میکنن. در هر صورت اینجا من نوشتم حمله تروریستی به بازار کریسمس در فرانسه، در آلمان، اون استراسبورگ، اصلا استراسبورگ هم داره آلمان، مرز فرانسه و آلمانه، و 3 تا کشته و چندین زخمی. خیلی ممنون که شما گفتید خانم تننازی، من اینو خط بزنم، حمله تروریستی به بازار کریسمس در مرز فرانسه و آلمان. و اما یک نماینده در مجلس انگلستان چوب طلایی رو برداشت. دیدید که این مجلس وقتی میخواد راه بیفته تو انگلستان، یه چیزی دارن مثل گرز، حدود 1.5 متر طولشه و از جنس طلان، حالا یا روش طلا ریختن، اینو میارن میذارن و این استیک یا این گرز طلایی اگه نباشه مجلس رسمی نیست. یکی از این نمایندار رفت برای که بی احترامی کنه به مجلس و اینها، اینو برداشت. اگر آقای خوشنودی یا دوستان دیگه یا فرخ میتونن لینک ویدیو یا عکس این رو پیدا کنن که مجلس یونایتد کینگدم این گرز رو طرف ورداشته و اونای دیگه میان، البته با سلام و صلوات دعوا معوا نشد، گفتن آقا بگی بذار زمین، حالا تو اعتراض داری چرا اینجوری چی میکنی؟ و به اون روزی هم میرسه که اینا این گرز و مرز و این هیداد میزنن یه نه از این کنار و اون کنار برن دیگه. الان عصر های تکه، اینا میتونن با دستگاه رای گیری کنن. طرف میاد کتابشو برمیداره میذاره رو میز، یه چیزی میگه، اون از اونجا داد میزنه، بعدم میگن یه، بعدم میگن نه، بعدم تو شمارش اشکال پیش میاد. یا همینجا شما یادتونه یه دیگایی بود، گرد بود، بهش گفتن بادیه. بعد اینا هنوز اینجا رأی‌گیری که میکنن، این رأی‌ها رو میریزن تو این، بیان برید تو مجلس اینا نگاه کنید، خانمه میگیرید دستش، از این به این، از این به این، از اون به این. آقا این مسابقات رادیو تلویزیون که میذاره به هر کسی یه چیزی میده، مثل الان ریموت کنترل یا مثل این تلفن، میگه شماره 1 رو میخوای، شماره 2 رو میخوای، شماره 3، اینجا هم نوشته 1 2 3، تق 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 میزنن انتخاب بکنن. اینا همیشه یک قرن از تکنولوژی عقبن. اون وقت وای به حال ملتی که این پیروپاتالا میخوان اینا رو براشون قانون گذار باشن و قانون رو به پیش ببرن. طرف آمده کسی که سناتور هجید، کسی که سال 1999 درباره کلینتون میگه که این یه اشتباهی کرد، بعد اومد یه کار غیرقانونی کرد که اون اشتباهش رو سرپوش بذاره. ما اشتباهش رو میتونیم ببخشیم ولی کار غیرقانونیش رو نمیتونیم ببخشیم. همین آدم امروز درباره این ترامپ شارلاتان میگه که من کاری ندارم که این چه کارهای غیرقانونی انجام میده.
ای بابا، پس 99 تا الان میشه چقدر؟ 1 سال و 18 سال، 19 سال پیش. 19 سال پیش تو سناتوری مملکت بودی، قانونگذار و پیرو قانون. امروز قانونگذار هستی که پیرو قانون نیستی. یکی دیگه شون اومده میگه بابا اینا رو خیلی شفتش ندین، اگه اینجوری باشه تمام این نمایندهایی که نشستن اینجا در موقع انتخاب شدن جرم مرتکب شده. خب پدر سوخته برید دنبالش، یکی یک بگیرتون، بگیریشون که نفر بعدی دیگه جرم مرتکب نشه. به زودی ترامپ، این دوستمون که گفت رئیس جمهور من، حالا ببینم وقتی ترامپ میفته زندان تو ملاقاتش میری. سلام، قراره که جلیق زردها شنبه 15/12/2018 در پاریس تظاهرات داشته باشن. این رو آقای توماس فقیه میگه، اگه اشتباه نکنم ایشون فرانسه زندگی میکنه. خیلی ممنون از لطفتون. پس چی شد اون صحبتی که آقای ایمانوئل مکرون کرده؟ اینا قبول نکردن؟ نه، ولی عکسشو گذاشته بود، خیلی تو بحران بدی بود. و اما بررسی موضوع اخراج فرزندان مقامات جمهوری اسلامی در وزارت خارجه آمریکا، به نظر شما همچین کاری انجام میشه؟ من فکر نمی کنم، چون طبق اون قانونی که خب گیرم بابای تو قاتل بود، به تو چه؟ این میتونن دنبال پولشون برن، ولی اینی که طرف اومده اینجا درس میخونه بگن چون بابات روحانیه برو بیرون، نمیتونن. فکر نمی کنم آمریکا اینجوری باشه. به قول اینجایا میگن that being said، یعنی خب اینو ما گفتیم، ولی یادتون باشه جنگ جهانی دوم آمریکاییایی رو که تبارشون ژاپنی تبار بودن گرفتن کردن تو کمپ، که بعد دیگه دوره کی بود عذرخواهی کردن اینا؟ دوره ریگان بود یا دوره اوباما هم یه بار این ماجرا رو گفتن. خب دوستان عزیزی که اینجا هستید، بذارید من invite friend رو بزنم. نمیدونم شما وقتی برنامه رو چیز میکنید میتونید دوستانتون هم دعوت کنید، تگ کنید، یا فقط شیر میتونید، اولا شیر کنید. حالا اگه یکم هم صدا شنیدی ببینم، سمم اینجا نبود، ولی بعدا براش میفرستم که درباره ایشون و فائزه هاشمی رفسنجانی صحبت کردم. و اتفاقا این سیاست مدارا همین حربشون همینه که اینجوری شماها رو گول میزنن و تاریخ رو تحریف میکنن. وقایعی رو که شما خودت با چشم خودت شاهدش بودی یه جور دیگه برای شما جلوه میدن. خب این قهرمان عزیزمون رو هم فعلا خط بزنم که اشتباهی یه وقت اسمش رو اینا نخونم تا روزی که خودش راحت بیاد صحبت کنه. یک نماینده در مجلس انگلستان چوب طلایی یا گرز رو برداشت، این رو هم خط بزنم. پوشه عکس ها یک، و فیسبوک مردم تیوی. اجازه بدید یک نگاهی به فیسبوک بندازیم، چون من دیگه بعضی وقتا که بیرون هستم و نمیتونم هی برای خودم ایمیل بفرستم و اینا رو تو پوشه ایمیل ها قرار بدم، روی فیسبوک میذارم. خیلی ساده است. میگه که این جفنگ میگه من حوصله‌اش رو ندارم. آره یه آقایی نمیدونم اسمش هم چیه، از موقع که اون کامران قادری اومد اینا هم به عنوان پادو آمدن، بعد حالا میبینن خب خودشون هم وقتی روشن کنن چند نفر نگاه میکنن دیگه اونو ول کردن و یه سری برنامه‌ای میذارن. و دیدم چی داره میگه، من با بابام رفتم سینما. حالا من خودم از اول برنامه میگم برنامه برای تفریح، سرگرمی، مزخرفه، برای وقت تلف کردنه، ولی اینا دیگه خیلی مزخرف میگن. میگه تمام ضرب المثلای ایرانی معنی و مفهوم داره. خواهم بهش میگم مرده که اگه معنی و مفهوم داره چجوریه که یه جا میگه کمال همنشین در من اثر کرد، یه جا میگه نمیدونم این گردکان فلان هرچی تربیتشون کنی چون گردکان بر گنبد است، یعنی اثری نمیذاره. خیلی خیلی ضرب المثلا ضد و نقیض، درست 180 درجه روبروی همه، و میتونید اصلا یه وبسایت درست کنید اینا رو بنویسید که مخالف همه. و خلاصه من دیدم خیلی مزخرف میگه، برای خوشنودی فرستادم گفتم این چی میگه، گفت اصلا گوش نکنیم مزخرف میگه. دوستان رزمناو پیشرفته ایران در راه ونزوئلا چه پیامی برای واشنگتن دارد؟ حالا ننه شاوز بود موقع مرد، این احمدی نژاد بلند شد رفت اونجا بغلش کرد، حالا که دیگه نه اون هست و نه اون،
ولی ونزوئلا وضع بسیار بدی داره از لحاظ اقتصادی و شکسته است و آمریکا با یکی دو تا کودتای نافرجام و فرجامی که اونجا راه انداخت آورد داغونش کرد و دیروز روسیه هواپیماهای بمب‌انداز و شکاری خودش رو فرستاد اونجا، موقعی که آقای ترامپ اینجا داشت دعوای دیوار بین خودش و این بیچارهای اسپانیشی که میخوان بیان چمن بزنن کار کنن، طرف بهش میگه آخه احمق، اونی که میخواد ترور کنه 2000 مایل پیاده بچهشو میذاره پشتش میکشی میاره سوار هواپیما میشه، بلیت فرست کلاس هم میگیره، با ویزا میاد. مشکل آمریکا دوستان اونایی هستن که با ویزا اومدن و موندن، میگن اوورسته، یعنی از اون 3 ماه از اون 6 ماهی که ویزا داشتن بیشتر موندن، دیگه هم اینا نمیدونن کجاست، نمیتونن پیداش کنن. میگه برو اون سیستم رو درست کن و الا تو دیوار بزنی از زیرش میاد، دیوارت کوتاه باشه از بالاش با نردبون میاد. اینم از این. ولی اینی که روسیه رفته ونزوئلا، ایران هم داره میره ونزوئلا، ترامپ باید یک کمی، چون روحانی به ترامپ گفته بود، گفته بود ما رو از لحاظ اقتصادی توی تحریم و فشار قرار بدی نظم دنیا به هم میخوره، اون به اصطلاح امنیت دنیا به هم میخوره از لحاظ مواد مخدر و اینها، که البته من متوجه نشدم مگر مواد مخدر افغانستان از افغانستان میاد ایران بعد میاد آمریکا و اینور، یا از افغانستان میره اروپا، اگه از افغانستان میره اروپا خب ایران که این ورش کار داره. اینا رو من همه چیز رو نمیفهمم، تازه همین قدم که میفهمم میبینید دوتا از دوستای خوبم میگن نه آقا اینجوری هم نیست، میگم خب چجوریه، شما اعتماد داری به آقای نوریزاد؟ میگن نداری، شما هم نداری. و من خیلی خوشحالم که اقلا حرف من هم اینقدر نفوذ داشته، هم اینقدر شما فکر کردید درسته که باور شما رو ریخته به هم، یعنی باور شما رو متزلزل. خب ببینیم که این خبر رو براتون بخونم که انتونیو ماریا دلگاو در میامی هرالد نوشت که اعلام احتمال حضور نسل جدید رزمناوهای ایرانی در آبهای ونزوئلا از سوی تحلیلگران به عنوان مادر تمام اقدامات تحریک‌آمیز قلمداد می شود، چرا که می تواند توازن ژئوپلیتیک، یعنی ژئو که همون جغرافیا و چیزا است، یعنی جغرافیای سیاسی دنیا رو به هم بزنه و هم بزنه و مطمئنن برای واشنگتن دردسر درست کند. رو کیوسن میگال ببخشید مدیر یک مؤسسه مطالعاتی در خصوص توان نظامی ونزوئلا میگوید ورود این ناوگان موجب برهم زدن نظم منطقه‌ای میشود، این اقدام موجب نگرانی تمام 14 کشوری میشود که با ونزوئلا مرز مشترک دارند. با 14 تا کشور، من نمیدونستم، با 14 تا کشور و مرز مشترک و وضعیت نامطلوبی به وجود می آورد. در حالی که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بالا گرفته است، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد نسل جدیدی از ناوشکن‌ها را به آب انداخته که از امکانات رادارگریزی بهره می‌برند. آقا مرض داری میگی؟ خب نگو، اگه اینا رادارگریز هستن هیچی نگو، من نمی‌فهمم والا اینا دیوانه. خب ببینیم که عروسی دختر میلیاردر هند با حضور بیانسه و هیلری کلینتون، این ترامپ احمق تا اون موقع میرفت خوش میگذرون خرسواری میکرد، هر غلطی میکرد، حالا هیلری کلینتون این ور اون ور میره، این خودش اسیر کرده توی چیز. این ویدیوی دیروز رو حتما نگاه کنید، با وجودی که این فکر کرد که یک صحنه‌ای درست میکنه که اون دوتا رو گیر میندازه، ببینید چجوری مثل بچه‌ای که مشقش رو نیاورده این چاک شومر هی بهش اینجوری میکنه. اون خانم نانسی پولوسی هم بهش میگه که تو نمیخواد این به اصطلاح وضعیت منو با مجلس جدید اینجا مطرح کنی، چون تو به نظر میرسه که از این دیوار میخوای برای مردانگی استفاده کنی و به این وسیله مردانگی تو ثابت کنی. یعنی چی؟ یعنی تا امروز نتونستی مردانگی تو ثابت کنی، اگه این دیوار بره بالا تو مردانگی تو ثابت میکنی.
دیشب تو رادیو تلویزیون آمریکا ترامپ رو مسخره کردن، گفتن حالا فهمیدیم چرا این دیوار نمیره بالا، برای که اینم مثل مردانگی ترامپه. اون احمقایی که با من تماس میگرفتن، یا آقای پرویز نامی بود یا این دوستمون آقای جسیک شاقولیان، من شما رو بلاک میکنم چون شما به اصطلاح رعایت نمیکنی بازی رو، جیسیک شاقولیان، من بلاکت میکنم تا روزی که بعدن بیای به اصطلاح بفهمی که میخوای توی زمین بازی کنی. جیسیک شاقولیان، دوستان اگه میخواین کسی رو بلاک کنید اسمش رو بزنید، وقتی که آمد، حالا اینجا شیشون شیش تا صفحه داره، خب ما هم همه صفحات رو بلاک میکنیم، بله نمیدونیم کدومش هستی، یه بار دیگه که اومدی اون موقع بلاکت میکنم چون نمیخوام کسی دیگر رو بی خود بلاک کرده باشم. بهتون نشون میدم دوستان، نگاه کنید وقتی یه نفر مزاحمتون میشه، نه فوشی نه دردسری، قشنگ اینجوری بیاین بلاکش کنید. Select area، من این صفحه رو به شما نشون بدم، ببینید، سلام به روی ماهت آقای زمانی. خب اینا معمولا همه همین از همین دسته و گروه هستن، نه عکس دارن نه اسمشون درسته نه معلومه کیان، هی از این صفحه به اون صفحه. بعد post from 1952، این از سال 1952 فیسبوک داشته همچی کسا رو. دوستان اینجا میبینید سه تا خط هست، این معمولا ستینگ ها اینجا میایین قشنگ اینجوری بلاکش میکنین، بعد این برای کانفرمیشن یا تأکید میکنید. من الان تأیید و تأکیدش نمیکنم، میذارم بار دیگه اگه این اشتباه احمقانه رو انجام داد پاکش میکنم. اولا شما میتونی اینجا نظراتت رو مثل یک بچه خوب، مثل یک آدم باشعور بنویسی، ترجیحاً با فارسی. اگه با فارسی نمینویسی فکر میکنید انگلیسی بهتره، رعایت انگلیسی 101 کلاس اول ESL رو انجام بده. کجا بزرگ بنویسی، کجا کوچیک بنویسی، کجا نقطه سر خط مینویسی، بعدم من بهت جواب میدم، به شرطی که عکسی، اسمی، فامیلی، رسمی داشته باشی، و الا همینجوری بیای، ببخشید اینو میگم، مثل باد شکم. باد شکم وقتی یکی میاد چیکار میکنه؟ آدم دماغشو میگیره تا رد بشه. ما هم دماغمونو گرفتیم، شما رد شدی. مواد مخدر معمولا از مرزهای افغانستان به ایران میاد و با کانتینرهایی که با پلم گمرک هستن از طریق ترکیه و قبرس به اروپا فرستاده میشه. در آلمان هم 4 سال پیش 3-4 تن هروئین از یک تریلی کانتینر توقیف شد. خب اینم من نمیدونستم، ولی اونی که آقای روحانی میگه اگه ما رو توی تحریمات بذارید و اینها امنیت از بین میره، مواد مخدر زیاد میشه تو اروپا و تو غرب و اینا، من اینو نمیفهمم. اگه کسی میتونه توضیح بده، یعنی درست توضیح بده، بیا تو توضیح بده. خب ببینیم که آها این جسیکو اینجا پیدا کردم، ببینم، بله همون خودشه، این یکی همینه که عکس آقای بهارم داره، چون مسلم شد که این تا هستی اینجا بلاکت میکنم. ببینید دوستان اینو آمدیم اینجا که نوشته بود زدیم اینجا بلاک، برو دنبال کاره، برو بشین همون تلویزیون میبودی و دیگران نگاه کن که به ترامپ میگن عالی جناب، همون دستمال یزدی که دستشون بود خایه های شاه رو مالیدن، بعدن دیدن خایه نداره، اینا هم حالا نشستن و دارن فکر میکنن که این آقای ترامپ چیزی داره. بله خب قرار شد چیه براتون بخونم، صفحه فیسبوک رو بهتون نشون بدم و بیایم اینجا ببینیم چی نوشته این آقای خوشنودی یه جا تو پیام خصوصی. آها اون همونه که راجب اون یکی از انگلستان نوشته بود، ممنون متشکرم، چشم دفعه دیگه اصلا نگاش نمی کنم. آدم با من نمیشناسم اینا رو، باید بشناسم، وقتی بشناسم دیگه میفهمم کجا برم کجا نرم. دوستان عزیز اگر وقت اضافی داشتید به غیر از تلویزیون مردم رو که نگاه میکنید، صفحه شخصی فیسبوک من این هست به نام سوربی، میاین اینجا و اگر صفحات مختلفی دیدید، این یکی که عکس من هست با کت و شلوار و کراوات، شلوارش شما نمیبینید، با کت و کراوات و اینا، این چون من یه زمانی نادانسته یا کمدان بودم
12 تا صفحه مختلف درست کرده بودم، چون هی به 5 تا میرسید، 5000 تا میرفتیم یکی دیگه. بعدم فهمیدیم که به جای این میتونیم پیج باز کنیم. خب این اینجا این عکس هم بزرگه، اگه آقای خوشنودی بعدم بتونه برای ما یه عکس 851x315 درست کنه که این نوشته ها زیر این عکس نره، خاک تو سر فیسبوک با این همه چیش این عکس کاور رو خودش تنظیم نمیکنه یه جوری که این عکس بیرون باشه، این چیزی که شما میذاری هی زیر عکس نره. من نمیدونم اینا دیوونه هستن. خب برنامه زنده ما رو که اینجا میبینید، از قبل توضیح دادیم که برنامه زنده کی پخش میشه، اینجا میبینید. میایم پایین‌تر، برنامه دیروزمون، جدیدترین برنامه سربی با مردم پریروز اینجا دیده میشه و گاهی وقتی خبر مبرارم اینجا میذاریم. این اون وبسایتی که گفتم اگه میخوان یک پورتال نیوز داشته باشید، آقای خوشنودی اگر وقتی داری از اوبر موبر بیکار هستی یا حتی تو اوبر هم میتونی این کار انجام بدی، این مردم ریپورت دات کام رو به اون روشی که از سال 2009 اون کوین انجام میداد و به اصطلاح خبرها رو میذاشت و اینها، ولی الان دیگه لازم نیست، همه اینا اتوماتیک میتونی انجام بدی. چه میدونم RRS بهش میگن، RSS میگن، یا فقط بیایم لینک اونا رو بذاریم، لینک های دیگران رو بذاریم، کار سنگینی نباشه، ولی دور تا دورش تبلیغ گوگل یا تبلیغ افرادی که مایل هستن بگیری و اگرم پول در میاد یه پولی شما ببری یه پولی هم من ببرم. اون روز درباره این آقای روح الله زم و این که دستگیر شده ما صحبت کردیم. یه آقایی به نام مندال امیری، یا این مندلیه، مندلی تو شیراز به مندلی هم میگفتن، بعد اینو نوشته که نتیجه همنشینی با روح الله زم. آقای بیژن فرهودی نوشته هیچ بعید نیست که برای ایجاد هرج و مرج در اروپا آمریکا به دستور رهبر دارید حسابی خرج میکنید جلیق زردها. من نمیدونم ایشون به شما گفته بوده آقای مندلی. این چیزایی که دوستان بعضی وقتا دعوای شخصیتونو هی میکشین برای من توضیح میدید، من نمیفهمم. اون روز یه آقایی هست به نام آقای نیکدل، خیلی آدم موقریه، خبرهای خوبی برای من میفرستاد. یه دفعه دیدم نوشته های بین خودش و رضا زرابی رو برای من فرستاده. آقا این کار درست نیست، من نه وقتشو دارم و اگه اینجوری باشه خب من اینجا روزی 100 تا دعوا و اینها با دوستان و دشمنان دارم، هی زرت و زرت برای شما بفرستم. دوستان اگه برنامه دوشنبه آقای پرویز مینوی رو ندیدید حتما هم روی فیسبوک هست هم روی یوتیوب تماشا کنید و نظراتتون رو درباره برنامه آقای مینوی با ایشون با شماره تلفنی که رو برنامه هست بگید. و به نظر من آقای مینوی اشتباه میکرد. توضیح تولید این نیست که من یک کیلو کشمش بخرم 5 تومن برم اینو بکنم تو کاغذ 100 گرم 100 گرم بفروشم سود ببرم. به این میگن ریتیل. حالا ریتیل رو تو فارسی نمیدونم تجارت میگفتیم، دست فروشی نمیشه. اتفاقا این دوست قهرمانمون حالا بعدم دیگه صحبت میکنیم چون گفته بعدم ولش. بله اون شبم وقتی ایشون آمد دوستان آمدن و نظراتشون گفتن. ممنونم از دوستانی که نظراتشون میگن شرکت میکنه، ولی من سعی میکنم خبرها رو اینجا اینجا بود. این خانم در ایران با چنین شجاعت و منطق صحبت میکنه. ببینید آقا سعید یکم با خودت فکر کن، همینا رو آخوندا استفاده میکنن، میگن ببینید چه آزادی هست. آقای نوریزاد چگونه آزادانه صحبت میکنه، خانم فائزه هاشمی چگونه آزادانه صحبت میکنه، ولی شما به فامیل تماس بگی بگو میتونی اینجوری صحبت کنی، اون وقت میفهمی که اینها خودی ناخودی هستن، هنوز اینها از خودشون هستن. اینم از این. ممنون متشکر. باز یه بار دیگه هم بله میگه که روح الله زم آمد و یه لایو گذاشت، تکذیب کرد که بازداشت شده و شایعه بوده. من برای اون خانمی که تماس گرفته بود گفتم بعضی وقتا اینا برای که بازار سردشون دوباره گرم بشه یه همچین کاری انجام میدن. یعنی اگه فردا صبح شما یه جا دیدی نوشت سربی تصادف کرد مرد، یه دفعه میبینید خود من اینو گذاشتم که 4 نفر بگن چه خوب شد سربی مرد، حالا امروز بیاین ببینیم برنامه داره یا نه. خب همینجوری 4 تا بیشتر میان نگاه میکنن. این خبرها رو من گذاشته بودم اینجا، ببینیم که چه چیزایی بوده.
بله یکیش این بوده. آخوند معروف در کرج رستوران باز کرد. این آخوندی بود که سفارت عربستان سعودی رو گویا منفجر کرده بود یا حمله کرده بود. بعد میگه که 2x match for your emergency winter gift. اینم از اونایی که بعضیا میان درخواست کمک برای دیگران میکنن، روی صفحه‌های مختلف میذارن، کار خوبیه مخصوصا در این ایام تعطیلات و هالیدی و اینا. ساعت 3 بعد از ظهر دوستان اجازه بدید که من شما رو ببرم به خلیج فارس. ضمن تشکر از این دوستمون نوار فکر کنم 11-12 دقیقه است پخش کنم و شما هم میتونید مثل ایشون برنامه داشته باشید. مثل ایشون اگه میخواید برنامه داشته باشید بگه بله روح الله زم هنوز جانور ناشناخته ای هست. اجازه بدید من اینو از اول شروع کنم. یک لحظه پاز. این نوار شماره 80م صداش رو اینجا براتون باز کنم. بله عقل بشر برنامه شماره 80 80مین هفته. آفرین به پشتکار ایشون. بله میبینیم با هم. سلام بر شما که به شناخت مردم باطلاق ها علاقمند شدید و با همراهی با تلویزیون مردم بیشتر دربارشان خواهید دانست. آقای سربی عکس ها را به ترتیب نشان می دهند. به شما به دیگر فعالیت های زنان باطلاق ها آشنا می شوید. تصور نکنید که کار زنان به آنچه در گفتار پیش آمد محدود می شود. همانطور که دانستیم نخستین کار بامدادی زنان دوشیدن گاو و گامیش است. شیر را جمع کرده در بشکه های کوچکی که قابل حمل هستند جمع می کنند. بعد با قایق و یا راهپیمایی به نزدیکترین راه خاکی می برند. در آنجا درون بشکه های بزرگ می ریزند. این یک فعالیت و کاسبی دست جمعی است که در اجتماعهای قدیم می انجامید. بدون نوشتن و بدون تقلب هر کس در آن اجتماع می داند هر روز چقدر شیر جمع می کند. از این رو میان شیر فروشان باطلاق‌ها اختلافی به وقوع نمی افتد و دعوایی رخ نمی دهد. چون همه خویشاوند و برای ادامه زندگی نیازمند یک دیگرند. سعی نمی کنند حق دیگری را پایمال و یا پولی بالا بکشند. در جا زدن همشان در یک طبقه و احساس درونی مظلوم بودن همدردی و همکاری را در وجدانشان ریشه دوانده و بخشی اساسی از بیشعوریشان می باشد. همه می دانند که زندگی و همزیستی با همکاری با دیگران می ادامد. از معیارهای تمدن نوین و سبک زندگی در شهرها بسیار دور می باشند. خریدار شیر از شهر آمده و بشکه های پر از شیر گامیش را بر وانت هم و به شهر می برند. به صاحبان شیر پول می دهد. باطلاقیان بنابر آنچه قرار روزانه هست و بر اساس مقدار محصول شیر روزانه هر کدام پول را در میان خود تقسیم می کنند. شیر گامیش پرچرب است. از آن بهترین و خوشمزه ترین خامه یا سرشیر و پنیر می سازند. این محصول در باطلاق ها با خوردن خرما و نان یک ناشتایی روزانه است. به علت گرما و نداشتن یخچال و غیر ممکن بودن نگهداری سرشیر و ضروریت مصرف کردن محصول روز قبل، قیمت این خوراک در آنجا بسیار ارزان است. کودکان باطلاقی که در اطراف کلبه و محیطشان ماشین ندیدند و از قایق سواری بیزارند برای تفریح در یک ماشین سواری مفتی می کنند تا آنجا که بتوانند بر پشت ماشین نشسته و پس از کمی دور رفتن تحمل راهپیمایی را کرده و به باطلاقهای مال خودشان است بر می گردند. لذتش به زحمتش می ارزد. تفریح در میان مردم باطلاقها جایی ندارد. همه وقتشان در تقلا و کوشش برای برآوردن نیازمندی های زنده ماندن است. تنها تفریحشان در کنار هم بودن می باشد که در روزهای عید و مراسم ازدواج موجب شادی عموم می گردد.
همبستگی فرد به گروه و همکاری های دست جمعی علت و اساس ادامه زندگی دشوار در باتلاق هاست. حمل و انتقال همه چیز در باتلاق ها با گذاشتنش بر سر انجام می گیرد. تحمل فشار وزن بر سر اغلب مسئولیت و کار خانم هاست. در این کار ماهر شده و از نگه داشتن اغلب حمل بر سرها هنگام راه رفتن از دست استفاده نمی کنند. زنان هر محصولی را که بتوانند بفروشند به همین صورت حمل و به نزدیکترین جا که ممکن است مشتری پیدا شود برده و ساخت و پخت خود را می فروشند. این محصول ممکن است نان و پختنی، سرشیر، ماست، پنیر، ماهی صید و پرندگان شکار شده باشد. فکر نکنید که مردهای باتلاق سست و تنبل هستند. آنها در مواقعی در مواقعی به خانمها کمک می کنند. مثلا نیها را در قایق جابجا و به جای ساختمان کلبه و حصیر می برند. یا هنگام گیر کردن قایق خانم در میان نیزارها برای بیرون کشیدن قایق به کمک زن می شتابند. یا حصیر بافت خود و زنان را برای خریداران می برند. در حال ناتوانی زن و نیاز به جمع محصول بیشتر مردها پیش قدم می شوند. قایق می رانند و با زنان در کشت برنج در مناطق اطراف باتلاق که عمق آبش کم می باشد زحمت راه رفتن در آب را متحمل می گردند. اگر دور از خانه باشند برای خود نان می پزند. همانطور که ملاحظه می کنید پختن نان بدون تنور و با سوزاندن انباشته و یا ستون تنومندی از نی صورت می گیرد. به همین وسیله ماهی می پزند. این طرز پختن ماهی مخصوص باتلاق هاست. آن را مسقوف یا مسقوف می نامند. در رستوران شهرها به همین صورت و با استفاده از زغال هیزم ماهی مسکوف پخته می شود. صید ماهی کار مردان است. توسط نیزه و غالبا با تور انجام می گیرد. قبلا با تور و تله پرنده ها را شکار می کردند. اکنون با تفنگ پرنده ها شکار می شود. تهیه و ساخت قایق تنها وسیله انتقال توسط مردان ساخته می شود. در گذشته با استفاده از نی قایق کوچک و بزرگ می ساختند. عکس قدیمی از یک قایق ساخته شده از نی را می بینید. در گفتار پیش و ضمن شرح تاریخ این باتلاق ها عکس قایق تراشیده شده بر سنگ از آثار سومری ها به شما نشان داده شد. پس از امکان دستیابی به چوب و وارد کردنش از جای دور و معمولا هندوستان ساخت قایق چوبی در باتلاق ها شروع شد. با آسفالت به دست آمده از شاخهای نبت نزدیک بدنه خارج قایق را پوشانده و آن را عایق می کنند. انجام این کارها توسط کسی به مردم باتلاق ها آموزش داده نشده. همه با زحمت و برای زنده ماندن برای هر مشکلی حلی خود ساختند و یافتند. آن را فرا گرفته و به دیگران می آموزند. فناوری این نیازمندی ها از نسلی به دیگری منتقل گشته و مقدار تغییر و پیشرفتش تقریبا ناچیز است. انتقال آموزش و تجربه و بهتر کردنش یک صفت مخصوص انسان می باشد. دیگر جانوران و حیوان ها توان این کار را ندارند. به این علت انسان همواره در حال تغییر می باشد. در حالی که بقیه جانوران به همان شکل که در گذشته ها بوده اند بر زمین زنده بودن را ادامه داده اند. اما در باتلاق ها و به علت محدود بودن مصالح و دور بودن از دیگر اجتماع های انسانی این پیشرفت صورت نگرفته و به همان شکل قدیم باقی مانده و ادامه یافته. این وضع موجب گشته که سازمان های بین المللی اجتماع باتلاق ها را باستانی شناخته و برای ادامه اش تصمیم هایی گرفته و قطعنامه هایی صادر کرده اند. ادامه زندگی در این باتلاق ها ثابت می کند که انسان بیش از تصور توان تحمل و مبارزه برای زنده ماندن را دارد.
جانوران در اثر تغییر محیط و هنگام جابجایی از میان می روند. این انسان است که در همه جای این کره با آب و محیط‌های گوناگون زیسته و زنده مانده. این صفت در ساخت آفریدگاری انسان است و دست آورد بشری نمی باشد. دانستن احوال در جا زده باتلاق‌ها این اصل در پیشرفت را عملا ثابت می کند. انسان هنگام اختلاط با دیگر ملت‌ها و آشنایی با فرهنگ‌های مختلف و بکارگیری دانش آموزی می تواند پیشرفت سریعی داشته باشد، مسئله ای که محافظه‌کاران مخالفش هستند. با نافهمی ایده و عقیده و اوضاع و احوال زندگی خود را حفظ کرده، هر گونه انتقاد و دیگر اندیشی را رد و با تکرار و بزرگ کردن انجام‌های گذشته بدون عبرت آموزی از تجربه‌های پیشین، خود و دیگران را از پیشرفت محروم می نمایند. چه وقت انسان به همه جوانب توان خود پی خواهد برد؟ اداره کنندگان اجتماعی بشری و آنان که راست و چپ بنیاد و سازمان تأسیس می کنند باید از خود بپرسند، کسانی که در اجتماع بر ادامه اوضاع و اندیشه ها و یا بازگشت به رژیم و سیستم قبلی می اصرارند کدامند؟ از این عقب نگهداری انسان چه هدفی را می جویند؟ چرا از مسائل و طرح‌های نوین بیمناکند؟ آیا به پایه‌های تغییر و پیشرفت مورد نیاز انسان آشنایند؟ چرا توان تأسیس سیستم و رژیم نوین را ندارند؟ برای پاسخ یافتن و یافتن پاسخ به این سؤال‌ها لطفاً بیندیشید و از تجربه خود که بزرگترین آموزشگاه زندگی است دیگر اندیش گردید. به شناسایی باتلاق‌ها و اوضاع احوالش در برنامه آینده ادامه خواهیم داد. تا هفته آینده برایتان بهترین را نیایش می‌کنم. شاد و خرسند باشید. خب دوستان عزیز، این دوست ما برنامه 82 را هم از خلیج فارس اجرا کرد. منم تشکر میکنم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. نظرات خودتون رو درباره هر چیزی که شما دوست دارید، یکی میده علاقش به خط، نقاشی، شعر، شاعری، موزیک. ما بارها به همین آقای فرخ گفتیم شما یه برنامه میتونید داشته باشید، بیای با دوستان درباره شعر و شاعری و اینها صحبت کنید. حالا نشست چند بارم برنامه گذاشت، نمیدونم اصلا راه افتاد نیفتاد، باید وسیلهش رو آماده کنید. یه دوستی از من پرسیده بود آقا صدای تلویزیون شما به نسبت صدای تلویزیونای دیگه خیلی خوبه. گفتم آقا صدای خود من خوبه، چه کار صدا؟ نه، پرسیده بود میکروفونتون چیه. من براتون یه چیزی بگم، میکروفون بعض وقتا شما 400 دلاری میخری به اندازه این 10 دلاری که تازه یاد این دوربین بوده، این دوربین قدیمی مال ویندو ایکس پی و ویستا و اینها، ولی چون دیجیتال هست با یو اس بی و اینها کار میکنه، اینها صدا بهتره. بعد این میکروفون هایی نمیدونم 10-12 دلاری، این میکروفون های 10-15 دلاری، 100 رقم میکروفونه. بستگی داره شما کجا باشی. میکروفونی که تو خیابون وقتی ماشین رد میشه استفاده میکنن، اصلا یه چیزی داره میبینم مثلا پرنده مرده میندازن روش، یه چیزی انقدی هست میندازن روش که صدای اطراف از این رد نشه، شما چون نزدیکت هستی میتونی صحبت کنی. توی رادیو یک اسپانج یا این ابر مثل دوشک ابری، ولی شکلش مثل این شل تخم مرغه. دلیلش هم اینه که این سطحش به اصطلاح صاف نباشه، عمق داره، برآمدگی داره که صدا وقتی میره داخلش منعکس نمیشه و خود اونها هم سوراخ داره، صدا که رفت دیگه رفت تموش. شما اگه با جایی باشی که توی سالونی باشی، همه سنگ مرمر، همه شیشه، خب باید ببینی چی کار کنی. بعد بهتون گفتم گاهی وقتا از چیزایی که در دسترستونه استفاده کنید، همین پارچه‌هایی که این دکونای عینک سازی به شما میدن مجانی، گاهی وقتا اینایی که تو آکشن یا دیدم توی این روزخونی ها و اینا هم، این مده ها
یه دستمالی از جیبشون در میارن، دستمالا رو میگیرن دور میکروفون که به اصطلاح حال نفر قبلی هرچی حرف زده توف رفته توی این میکروفون، این آقا خیلی هم بهداشتی رو رعایت میکنه. به این صورت مثلا این میکروفون رو میگیرن دستشون، این دستمال خودشون رو میگیرن صحبت میکنن. دو تا بورس داره، یکی پاپ پاپ نمیکنه، یکی این مثل فیلتر میشه، چون این یه سری فابریکه صدا از این کرد میشه. البته اون روز این دوستمون آقای فرخ گفت صدا باس میشه، بیس میشه، چون کار موزیک میکنه و اینها، احتمالاً اون بیشتر میدونه. ولی من تجربه‌ای که در رابطه با صدا دارم اینه که محیط به محیط صدا فرق میکنه. من اگه این میکروفون رو بذارم بالای دوربین، من مثلا میکروفون دوربین رو استفاده نمیکنم. حالا بهتون نشون میدم، این برنامه ها رو هم نگاه کنید شما، یه سری برنامه هایی هست. یک لحظه، آها، بستگی به برنامه تون هم داره که اون برنامه تون چجوری استفاده میکنه. یک لحظه اجازه بدید من اینو پیداش کنم، کپچر بیاریم، مثلا 3:4 اینو بگیریم. ببینید این قسمتی هست که مال قسمت آدیوی ما هست. حالا شما ببینید من اگر این میکروفون های مختلف رو روشن کنم، بعد ببینید چند تا میکروفون روشن میشه ممکنه صدا بدن. این ممکنه این سه تا میکروفون صداهاشون قاطی بشه. میام نگاه میکنم میگم این مثلا لاجیتک C910 رو میخوام، اینای دیگه اکسلری مایک وان رو خاموش میکنم، والیومش رو میارم پایین، اینو خاموش میکنم میارم پایین. یعنی شما هستید که با آزمایش های مختلفی که انجام میدید این دوتا اصلا سیماشو درآوردیم قطعه. بله، حالا این بهترین برنامه ای که الان مجانی میتونید شما داشته باشید OBS هست، Open Broadcasting یا Source یا سیستم یا هرچی، همین OBS شما کلیک کنی میاد. میکسر چیز هست دیگه. بذارید من این افکت دو. بله، در صورت دوستی سوال کرده بود آقا شما از چه میکروفونی استفاده میکنی؟ من میکروفونی که استفاده میکنم از این لاجیتک هست و هیچ چیز خاصی هم نیست، ولی بهتون گفتم من اصلا طریقی که وارد رادیو تلویزیون شدم، یه نفر گفت آقا صدای شما ماشاءالله صداتون صدای داوودیه، گفتیم خب خوبه. یه بار ما گفتن صدات خیلی قشنگه، حیف بنان زیر خاک باشه تو زنده باشی، تو رو باید بذاریم زیر خاک اونو بیاریم بیرون. حالا این دوستمون هم میپرسید میکروفون و اینها، در صورت اینه. بعد هرچی هم بتونید تعداد این میکروفون ها رو کمتر کنید صدا بهتر میشه، یا اگه تعداد میکروفون زیاده اون وقت باید بتونید وقتی میخواین این میکروفون رو صحبت کنید که مثلا برای اسکایپ اگه این صحبت میکنه اینو ببرید بالا. دیدید من گاهی وقت اینجوری میکنم، موقعی که اینجوری میکنم دارم این میکروفون رو میبندم یا باز میکنم، بعد بعض وقتا دیدید تنبلی میکنم یا یادم میره صدای من یه دفعه میره اون ور طرف میگه آقا صدای شما پیچید یا صدای خودم پیچید، اینه که از اسپیکر میاد، از بلندگو میاد، از میکروفون برمیگرده. به خاطر همینه که تو رادیو از گوشی استفاده میکنن. البته الان سیستمای ساختن مثلا اسکایپ سیستم ساخته که خودش بلاک میکنه، صدای بلندگوی خودش رو میفهمه که این من حرف زدم. مثل خود ما که حرف میزنیم چرا دیوونه نمیشیم از صدای خودمون؟ اسکایپ تازه هوشش رسیده به آدم ها. بذارید من یک جرعه چای بنوشم، چای احمد تی. خب دوستان عزیز، ساعت 3:20 است به وقت واشنگتن شرق آمریکا، به وقت نیویورک، و یه چند تا چیز که براتون اینجا نگه داشتم میخونیم و میریم. این ماجرای آمریکا و چین، اینو داشتم میگفتم رسیدیم به این برنامه. آمریکا چون در رابطه با چین و زورآزمایی قلدربازی که در آورد میشه گفت با شکست مواجه شد، حالا از اون ور رفته انگولک کرده به کانادا، گفته این خانومه رو که باباش پولاره و مثل بیل گیت مثلا آمریکان، اینو بگیرید چون اینا با ایران قاچاق کردن، اونا هم این کار کردن انجام دادن. خلاصه کانادا هم گرفته
بعد حالا دادگاه کانادا با 10 میلیون دلار اینو آزاد کرد. 10 میلیون دلار کانادا مثل میشه 7 میلیون 8 میلیون دلار آمریکا، ولی بهش گفت از کانادا نمیتونی بری. از این چیزا زد به پاش که به اصطلاح جی پی اس میتونن هر لحظه نگاه کنن ببینن کجا هست و اینها. بعد از اون ورم یه نفر دیگر رو گرفتن که کانادا میگه ما این وسط شدیم به اصطلاح اسباب چی میگن، یعنی کانادا میگه آمریکا و چین داره از ما سوء استفاده میکنه و ما نمیخوایم این نقش رو بازی کنیم. حالا ببینیم که چی میگن، چون آمریکا یا دولت ترامپ به چین گفته که ما حاضریم سر این خانمی که گرفته بود کانادا با هم معامله کنیم، در صورتی که این خانم قراره منتقل بشه بیاد اینجا طبق اون قانون بین المللی که اگه شما یه جرمی انجام داده باشید حتی از اینجا برید استرالیا، آمریکا میتونه از استرالیا بخواد که شما رو دستگیر کنه و استرداد مجرمین، فارسیم امروز خیلی خوب شده حرف نزنید. اوکی، در صورت دوستان عزیز اگه تازه به برنامه ما پیوستید، برنامه ما سالهاست از همین کانال از همین وسایل به نام مردم تیوی پخش میشه. هر جایی که باشین میتونید یه جوری ما رو ببینید، رو فیسبوک، روی وبسایت، روی نمیدونم گوگل و اینها. لطف کنید به دیگرانم بگید. و تلویزیون مردم با این شعار جلو آمد، اتفاقا یه مقاله‌ای با آقای تقی مختار در ایرانیان سالها پیش گفت چرا اسمش رو گذاشتی تلویزیون مردم، گفتم برای که میخوام از مردم باشه، با مردم باشیم، برای مردم باشیم. شعار چهارمشم آقای ترامپ، از بس ترامپ بیچاره پتیک از بس حمایت کرد، گو آقا بنویس تلویزیون مردم از مردم با مردم برای مردم و با حمایت مردم. این فکر، حالا اگه ما بگیم با حمایت مردم، شماها اون همت عالیتون دست میره تو جیبتون حمایت میکنید، که بلکه پتیک یه استراحتی بگیره و حمایت کمتر کنه. ضمناً ایشون گفت که ای کاش میتونستم برنامه جلیل مرتضوی رو هم حمایت میکردم و اسپانسر میشدم. گفتم خود جلیل مرتضوی هم خیلی دل به این کار که در رادیو تلویزیون های ایرانی باشه نداد و بیشتر مثل که راحت تر تو همین دانشگاه های آمریکایی و با خانواده های آمریکایی و اینها، به دو دلیل. یکی اونا فوری بهت نمیگن مزدور، دومم این که پول میدن. آمریکا هم میگن follow the money، دنبال پول بگیر و برو. ما هم که اینجا موندیم اشتباه کردیم، دنبال پول رو نگرفتیم و شما و من نشستیم اینجا. اگه شما هم دنبال پول بودی الان میرفتی یا اوبر کار میکردی یا یه جایی بالاخره تو آمریکا 24 ساعت شما میتونی پول در بیاری. آمریکا و چین، کانادا این وسط گیر کرده. پوشه عکس ها رو باز کنم بهتون چند تا عکس نشون بدم، بعد یه دو تا مقاله هم که اینجا هست بخونیم با هم. بازم ممنون از دوستمون از خلیج فارس. صدای ایشون هم مثل صدای من معلوم بود که هنوز سرماخوردگی هست. امیدوارم حالشون هر چی زودتر خوب بشه و بشر این همه ادعا هنوز داروی سرماخوردگی رو نتونسته درست کنه. اون روز من یه چیزی گفتم، بعد یه دوستی برای من یه عکسی فرستاد راجع به این که اگر صحرا رو هم بدی دست دولت، بعد یه مدت میگن ما شن کم آوردیم، با کمبود شن مواجه هستیم، برای که مدیریت خوبی سازمانهای دولتی ندارن و این در همه جای دنیا هست. چند تا عکس هست با هم نگاه میکنیم، بعضی هاش ممکنه تکراری باشه، هیچ عیبی نداره، عکسای تکراری هم بد نیستن. بذارید من اینجا بیام این عکس رو باز کنم. این پروگرام جدیده جای اینا قاطی پاتیه، من عادت کردم همیشه افکت اینجا باشه، پلیر اونجا، حالا این پلیر گذاشته اینجا، افکت رو گذاشته اونجا. روزگار غریبی است، اینا هی بازی میکنن خبر ندارن ما یه سری آدمایی هستیم که سنی ازمون گذشته و تغییر یعنی عادت کردن به چیزای جدید دیگه، برامون مشکله. اینم از این فایل نیم، بله آمد پیدا شد. کجا رفتی؟ یک لحظه، فایل نیم بگیم عکس، لوک این دسکتاپ،
عکس، هر چی نوشتیم پیکچر میکچر کارساز نبود، نوشتیم عکس. اینه، اینجوری بهتره. وقتی بزنیش توی سیستم دیگه هی اون چیز سفیده نمیاد و شما رو اذیت کنه، قشنگ عکس ها رو خودش یه جوری هم اندازه میکنه. یادتونه بهتون گفتم دستگاهی هست، این مثلا عکس طولش رو درازیش رو اندازه میکنه، از این ورش که نمیرسه دیگه خب نشون نمیده. خب بذارید ببینیم که چی نوشته این. یک لحظه، عکس نوشتی که وقتی مروجین مذهبی به سرزمین من آمدند یا به سرزمین ما آمدند، در دستشان کتاب مقدس داشتند و ما در دستمان زمینهایمان را داشتیم. 50 سال بعد ما در دستمان کتابهای مقدس داشتیم و آنها زمینهای ما را. از این بهتر میشه که نشون میده. این اون روز بهتون گفتم این ماه دسامبر استثناءً 5 تا یه شنبه داره، 5 تا دوشنبه داره، 5 تا سه‌شنبه داره. میگن هر 850 سال یه همچین اتفاقی میفته و شما اگه اینو برای دیگران نفرستید کور میشید، ذلیل میشید، کر میشید. آقا اینا مزخرف. ولی این عکس خیلی جالبه. بهروز عظیمی نوشته پسری که زیر پل به کودکان یتیم خواندن و نوشتن یاد میدهد، این عکس باید کل فیسبوک را پر کنه. هر اشتراک مساوی با قدردانی و حمایت. تو اون یه چیزی رو آقای ضیا آتابای برای من فرستاده بود یا یکی دیگه به نام ضیا آتابای، که این را تا آنجا که میتوانی تکثیر کنی. گفتم آقا این همه ما تکثیر کردیم تو این 20 سال گذشته، تو این 10 سال گذشته مخصوصا به کجا رسیدیم؟ آخه نتیجهش چیه؟ این هم مثل همون صحبت و سوالی که از آقای فاطمی پرسیدم. آقا شما که رفتی گرد همایی آقای نوریزاد، این مهمونی های بخور بخور، هی برن خونه فلان دکتر، هی برن فلان خونه مادر شهید، هی شام بدن، نهار بدن، شعر بخونن، نتیجهش چیه؟ شما که انگلستان زندگی میکنی اون دنوات یادت نره. خب بعدش چی؟ اینم که منصوب به آقای صادق هدایت، فوش یکی از اصول ایجاد تعادل در آدمیزاد است. اگر فوش وجود نداشته باشد، بله آدمی دق میکنه. بیشتر از تعداد و نوع فوش هر زبانی میشود از اوضاع مردمی که در یک ناحیه زندگی میکنند سر در آورد و رابطه بینشان را کشف کرد. زبان فارسی اگر هیچ چیز نداشته باشد، فوش آبدار زیاد دارد. ما که سر این ثروت عظیم نشسته ایم، چرا ولخرجی نکنیم؟ اینم از این. نکست. بله، این ماجرای جنبش های به اصطلاح مردمی، جنبش های پایه‌ای که بهش گراس روت میگن، گراس روت موومنت، 8 قانون داره. من چون در کار مدیا هستم اینو هایلایت میکنم، به دوستان میگم you need to use your new media. حتی اون قدیمی که داشتی، چون به هر کی میگه آره من اون موقع میدونی کلاس دوم بودم، چون بابام برای یه نفر روزنامه میفروخ، من رفتم روزنامه نگار شدم، از 4 سالگی هم تو روزنامه کیهان کار میکردم. میگم آقا اونا رو بریز دور، الان شما باید سوشال میدیا بلد باشی، بیای استفاده کنی، کلاس بری، دوتا کلاس این ور اون ور بتونی دو نفر رو جلب و جذب خودت بکنی. شما ببین این طرف دشمن خونی منه، اومده فوش بده، ولی میگه من شما رو از دوره رنگارنگ. آقا رنگارنگ من سال 2003 آمدم بیرون، من نوامبر سال 2003 آمدم بیرون، اول یا سوم دسامبر 2003 تلویزیون مردم رو درست کردم. 2003 تا حالا 15 سال گذشته، ولی انقدر رو مغز این طرف نفوذ داشتم که همینجوری دنبال منه. باید اینجوری باشه. چرا اومدم از نیو مدیا استفاده کردم؟ یادتون باشه اولین تلویزیون اینترنتی رو سوربی در چه سنی راه انداخت؟ تقریبا 50 سال. خیلی هم اصلا در رابطه با کامپیوتر و اینها کمدان و نادان بود. بالاخره زور خودمون رو زدیم، الان هم اینجا هستیم. و اما میگه هیچ دین و مذهبی گرسنه ای را سیر، یا مریضی را درمان، یا درمانده ای را مکان
و اسیری را آزاد نمی کند، ولی انسانیت در کمال مهربانی همه این کارها را انجام می دهد. آفرین، پس بیاین انسان باشیم. این هم قطعی های مربا دیدید اینجا، مخصوصا اینایی که محلی هستن و کارخونه های کوچولو درست می کنن، سر این مربا رو یه پارچه های قرمز رنگی قشنگ می زارن. یه نفر خوش سلیقه که گردی گفته که البته این دیگه بعد زیرش نوشته ترشی با شاش شتر و مربای گوشت ملخ. این همین اکثر رو مینداختین قشنگ بود دیگه، مربای اینجا اینا رو دارن. اینا هم که مربای، ببخشید، مربای ان هستن این عربای اینجوری. خب اینم نکست، ببینیم این چی بوده. آها این خیلی جالبه، بذارید براتون بخونم. این یه خانمی به نام میترا بهراد امروز صبح پست کرده بود، نوشته بود خیلی ها یک عمر در کانادا زندگی میکنن، خیلی ها پناهنده سیاسی هم شدن، ولی پارلمان کانادا را فقط از بیرون دیدن. شاپرک خانم اما از ایران پر زد و رفت، نشست وسط سالن پارلمان کانادا و خواستار تحریم شد. شاید فردا نازنین افشینجم بهش مشورت بده که چجوری از دوست دختر بودن منتظر السلطنه، منظورش رضا پهلویه، به همسری مکی وزیر دفاع آمریکا در آمده و در محافل صهیونیستی تاب میخوره و به عنوان کارشناس مسائل سیاسی نقل مجلس شده. بعضی ها میگن این نقل مجلس هم هست، یعنی دربارش صحبت میکنه. من یه جا شنیده بودم که این افشین جم میخواستن به اصطلاح دوست و بشه همسر رضا پهلوی، نشده. پس دوست دخترش بوده. اینم بعد از آقای انصاری سوال کنیم، اگر قبل از اینکه انصاری از اینها جدا بشه. و اما میگه کشور ژاپن با 127 میلیون نفر 300 هزار نفر کارمند دولتی داره، ایران با 85 میلیون نفر 4 میلیون نفر کارمند دولتی داره. میدونید که یکی از دعوای بزرگی تو آمریکا بین دموکرات‌ها و ریپابلیکن‌ها اینه که دموکرات‌ها هی دولت رو بزرگ می‌کنن، هی مالیات‌های بیخود از مردم می‌گیرن، در عوض خدماتی مثل مدرسه و بیمه و اینها رو هم می‌خوان به مردم بدن، ولی بیمه ای که مثلا به مردم میدن سه برابر معمولی، مدرسه نمیدونم اینقدر فلان. ریپابلیک میگه نه آقا، اینجا مثل باغ و مثل جنگله، سعی کنیم خودتون رو قوی کنید و چی بود؟ میگه جنگل برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. این عکس رو قبلا هم نشون دادم، نشون میده که این آخونده با این بی ام وی لباسشو مچ میکنه و اینها. و اون توضیح داده بود که ما فارسی رو درست بلد نبودیم، وقتی مینوشتن سرویس ملی ما هم میخوندیم سرویس ملی، در صورتی که مینویسیم موسی میخونیم موسا، سرویس ملی رو باید بخونیم ثروت ملا. این ثروت مال ملا بوده. و این چیزای طنز قشنگیه که حقیقت رو میگه. و اما قانون در ایران، بابا اومده ببین سیمان گذاشته، نمیدونم بلاکش کرده که ماشین نره اینجا پارک نکنه، مردم بتونن رفت آمد درست و خوبی داشته باشن. حالا شما من بگو این دوتا موجود با چه مهارتی، اول این یکی عقب عقب رفته تا اینجا زده به این درخت پارک کرده، انگار این بوزای سیرت بودن که روی بند را می رفتن، دوم هم این اومده، احتمالا این مال یه خانواده هستن، مثلا این آقای ماشین خودش پارک میکنه، بعدم میاد ماشین همسرش رو اینجوری میاره پارک میکنه. و اینجاست که باید بگی هنر نزد ایرانیان است و بس. و اما این نوشته، این اون بود که قبلا هم خوندم، شلاق زدن در صورت یک جراح زن در شهرستان نورآباد استان فارس، که صحت و سقمش رو ما پرسیدیم از دوستان، کسی نتونست این اخبار رو پیگیری کنه و به ما بگه که درست بوده. و آها این بود که اون دوستمون گفت آقای سوربی این عکس همون چیزی که شما گفتی، اگر مسئولیت صحرا را به بخش دولتی واگذار کنید بعد از گذشت 5 سال با کمبود شن مواجه می شوید. جمعی به حاکم شکایت بردن
که دو دزد کاروان 100 نفری ما را به غارت بردند. حاکم پرسید چگونه 100 نفر بر دو دزد نتوانستید چیره گردید؟ یکی گفت آنها 2 نفر بودند همرا و ما 100 نفر بودیم تنها. یعنی این اصلا با لهجه یزدی هم اون وقتا میخوندن، آنها 2 نفر بودند همرا، ما مثلا 50 تا بودیم تنها، یعنی تک تک ما بودیم. و اما شما هم میتوانید ویدیوهای خود را در این صفحه نشان بدهید، اینجا را کلیک کنید. این مال رو صفحه مردم ریپورت.com دوستان، مردم ریپورت.com. شما میتونید بری اونجا کلیک کنی، ویدیوهای خودت، ویدیوهایی که دوست داری، ویدیوهای رضا پهلوی، ویدیوهای نمیدونم طرفداران رضا پهلوی رو اونجا بذاری. دیگه لازمم نیست بیای به من بگی اگر شما آزاده هستید، اگر فرزند کوروش هستید. نه آقا، من فرزند بابامم، من بابامو میشناسم، میشناختم، فوت شده. شما اگه نمیدونید فرزند کی هستین، یه روز میگید ما فرزندان شاه هستیم، یه روز میگید فرزندان کوروش هستیم. برید دنبال کارتون. اگه مفت خور هستید، بله، تشریف بیارید اینجا روی مردم ریپورت.com میتونید مجانی ویدیوهاتون رو بذارید. خودتون میرید اونجا کلیک میکنید، خودتون لینک یوتیوب رو میذارید. خیلی هم ساده است، من هم بهتون نشون میده. بله، تلفن تلویزیون مردم هست 202-695-2573. شما در هر موردی میتونید زنگ بزنید، پیام بذارید، ولی معنیش این نیست شما اگه پیام گذاشتید من اون پیام رو پخش میکنم. این هم فهم و شعور و قانون اجتماع ایران. اینه که میگم ممنونم از پتیک که برای من اون نقطه سرخط رو فرستاد که من نرم اونجا. نگاه کن، مغازه رو درش کشیده پایین، قرمز نوشته پارک پنچر. ببینید این، ببینم اینجا، ببینید پارک پنچر، یعنی اگه پارک کنی ما هم پنچرت میکنیم. حالا چرا اینقدر ریز نوشته من نمیدونم. بعد این نوشته پارک نکن، پشتش اینجا هم نوشته الاغ پارک نکن، با رنگ مشکی روی ماشین سیاه. اینجا حالا حق با کیه؟ حق با اونه که اینجوری اومده نوشته؟ نه، اگه قانون باشه باید زنگ بزنه یه شرکتی بیاد توش کنه، یا چی میگفتن، بوکسل میگفتن وقتا، چون با سیم بوکسل میکشیدن میگفتن بوکسلش کردن بردن. اینم از این صدای مردم، از تلویزیون مردم 202-695-2573. بله، این توی این ماجرای دادگاه ترامپو دیدید، اول قراردادهای محضری و اینها مثلا مینیسه سوربی فروشنده خوشنودی خریدار، از این به بعد به سوربی میگیم فروشنده، به خوشنودی میگیم خریدار. این تو دادگاه ترامپ رو به عنوان ایندیویجوال شماره 1 معرفی کرده بودن. البته بعد که میخونی میری آخرش نوشته بوده که این کوهن برای ایندیویجوال شماره 1 این کارهای غیرقانونی رو انجام داده. حالا اینا هم اومدن خیلی ظریف این کار رو انجام دادن، نوشته ایندیویجوال 1 تاور ترامپ. میدونید که خیلی از ساختمونا حتی دارن چی میکنن که اسم این رو پاک کنن از رو ساختمونشون. یعنی بارها بهتون گفتم کسی که داشت راحت میخورد و میبرد و میدوزید و هر غلط دیگه میکرد، خودش با دست خودش با پای خودش خودش رو آمد انداخت توی این باطلاق. حالا احمقایی مثل این آقای چی بود اسمش که بلاکش کردیم، بیان این آقا رو بکشن بیرون و از اینجا ببرنش، چون این اقلا این باطلاقه دیگه ثابت شد و بوگن نمیداد. این با این هیکل قناسش خودش رو انداخت توی این باطلاق، باطلاق آمده الان بوگن تمام اینجا رو پر کرده. خب ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم، چی نوشتیم. فیسبوک نمیدونم شماها اگه چیزی هم می‌نویسین، من اینجا نمیتونم بخونم برای که این صفحه وقت جواب خوشنودی رو دادم دیگه عوض نشد. بله، آیا بین ماه دسامبر فرق است با ماه اکتبر و یا فرق بین روزهایشان؟ چون که اکتبر 2 ماه پیش هم دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه اکثر 5 روزه هستن، فرقشون چیه؟ من نمیدونم. خیلی به این مزخرفاتی که رو اینترنت پخش میشه شما گوش ندید.
ما فقط میگیم که شما بدونی اگه شما گرفتی شما مثل سربی پخشش نکن. یکش نوشته اگر این را تا 3 ساعت دیگر پخش نکنید یک غذای آسمانی به سرتان میخورد. آخه یکی بگه احمق، تو اگه به غذای آسمانی و اینها باور داری پس تو هیچ کاره هستی. بذار اون بود اگر دستم رسد بر چرخ گردون، اونم باز اشتباهی بعضی هم میگن چرخ گردون، اگر دستم رسد بر چرخ گردون یعنی اون کسی که چرخ رو میگردونه. سید محمد حسینی کجاست؟ روح الله زم هم چند ماه دیگه محو میشه. این آقای زمانیان جواب داده به آقای خوشنودی که میگه من نفهمیدم این زم مال کجاست، چجوری؟ آقا این پسر آیت الله زمه، این پولای باد آورده باباش رو آورده حالا تو انگلستان تو اروپا کجاست، با آقای فرنودی داره خرج میکنه، همین بشینن دور هم، هر روز هم اینم شده نوریزاده دومی از زیر لحاف خامنه ای و دیشب چی خورد و چه بوگندی بعدن صبح داد، اینا همشون خبر دادن. ولی یادتون باشه اون وقتا وقتی یکی گیج بود میگفتن مثل پایین پا خوابیده، اینا هم همینه. آخه آقای زم اصلا یکی بهش میگه خب آقا حالا شما همه چیزهای دنیا رو میدونی به ما هم میگی، میخوای چیکار کن؟ هیچ برنامه‌ای ندارن، هیچ کاری انجام نمیدن. اگر یکی از اینها کننده بود شما اینجوری هر روز بیاد بشینه تو تلویزیون و اینا نبود. اینی که میاد میشینه هر روز تو تلویزیون میگه چی؟ میگه من بیکارم مثل سربی. به شما میگه شما هم بیکارین که میاین میشینین. اگه کار زندگی داشتیم که الان دنبال کارمون بودیم، مثل من الان ساعت 4 باید برم، 3:42 است، 18 دقیقه دیگه ازتون خداحافظی میکنم. دیدم که خانم نیر هم آمدن، ما هم قول میدیم که اعصابشون خورد نکنیم. خانم نیر ایروانی اون روز من یک مقاله ای رو براشون فرستادم، گفتن که این ایروانی از اون ایروانی های ما نیستن و حکومت جمهوری اسلامی این همه ظلم و ستم به ما به اصطلاح کرده و انجام داده هنوزم دستبردار نیست، چون خبر داده بود که یه ایروانی رو دستگیر کردن اینها. در صورت خانم نیر می نوشت که من برنامه شما رو زنده نگاه نمی کنم چون اعصابم خرد میشه، میذارم به اصطلاح بعدن مونده روی یوتیوب نگاه کنم. خیلی خوشحالم که آمدید. رسیدن این ایام شادی و سرور و عیدای مختلف و ایناختن اینها رو توی آلمان بهتون تبریک میگم. دوستان حمایت فراموش نشه، خودتون رو متعهد کنید، همینجوری که من خودم رو مقید میدونم دوشنبه چهارشنبه جمعه با شما باشم، شما هم ماهانه یه بار، ماهانه دو بار، ماهانه سه بار، هفته ای یه بار تلویزیون مردم رو حمایت کنید. باز هم متشکرم و ببینم یکی دو تا خبر دیگه اگر خیلی مهم باشه براتون بخونم. آهان، این زبان قرآن حتما شما ویدیوهایی رو هم دیدین که یه عده میان ادای دانشمندارم در میارن که اگه شما زبان عربی بلد نباشید بهشت نمیرید، چون خدا گفته فقط اونایی که میان بهشت عربی باید عربی بلد باشه. والا این چه خدای احمقیه که قدرتی نداره که یه آدم خوب رو فقط به دلیل ندانشتن زبان بیرون نگه میداره. اینم مثل ترامپه، میگه چون تو انگلیسی صحبت نمیکنی وایسا بیرون. خب مرد حسابی، چرا به خدا میگن مرد؟ میگن امکان نداره یک زنی اینقدر خرابکاری کنه، دنیا رو به این شدت خراب کنه. پس در نتیجه آمریکایی‌ها که میگن خدا مرده درسته، ما ایرانی‌ها میگیم اون نه مرده نه زنه، خودمون راحت کردیم، حوصله نداریم. در هر صورت میگه که آقای آریانپور این نوشته و برای آقای چمنارا نوشته، نوشته دوست گرامی آقای سهراب چمنارا با عرض سلام، آقای شما جوابی در مورد این مطالب داری؟ اصل 16 قانون اساسی جمهوری اسلامی. این قانون اساسی آقای چمنارا بارها گفته چرا شماها زور بی خود میزنید، این آخوندا درست دارن قانون اساسی خودشون رو اجرا میکنن و قانون قرآن رو اجرا میکنن، شماها اشتباه کردید که رفتید به این قانون رأی دادید. اگر هم رأی ندادید حالا نمایندتون کیه؟ بگید بیارتون تو خیابون بیان عوضش کنید، یا بشینید مثل آقای شیمیرانی، مثل این که شما متوجه نشدید من روزی که قرار بود انتخابات بشه یک جنبشی رو انداختم، به مردمم فراخوان دادم، مردمم آمدن بیرون، بعد بهشون گفتم حالا برید تو تا بعدا بهتون دستور بدم.
آخه خجالت بکش آقای شمیرانی. اصل 16 قانون اساسی جمهوری اسلامی از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته ها تدریس شود. با توجه به مطالب این است که همه شهروندان ایران باید زبان عربی را فرا گیرند، در این 40 سال گذشته آن 40-50 میلیون ایرانی که در این دوران متولد شده و اجباراً در سیستم آموزش پرورش آخوندی آموزش دیده و پرورش یافتند، آیا نباید انتظار داشت که همه آنها زبان عربی را به عنوان زبان دوم و دینی خود فرا گرفته و به زبان قرآن مسلط شده باشند؟ نه آقا، دوره شاه هم میگفتن زبان دوم انگلیسی. ما که هنرستان بودیم آقای نوبختیان میگه اگه دلتون میخواد آلمانی هم میتونید بخونید، به جای انگلیسی آلمانی بخونید. ولی هیچ کدوممون از دیپلم که اومدیم بیرون که نمیتونستیم انگلیسی حرف بزنیم. ماکسیممش بلد بودیم This is a man، این یک مرد است، این یک میز است، این یک تخته سیاه است، این خیابان است، این ماشین است. و یادتون باشه در دوره شاه سوئیس رفته، حالا خانم نایر باز ناراحت میشه، این خانم نایر شاه رو خیلی دوست داره. من فکر میکنم اگه شما شده بودی همسر شاه خیلی خوشبخت میشد به جای این فرای کمونیست. در هر صورت در دوره شاه سوئیس رفته، از کلاس ششم که بنده رفتم کلاس هفتم دبیرستان احمدی، ما تعلیمات دینی داشتیم، کلاس عربی هم داشتیم. اونجا که هنوز رشته‌ای معلوم نیست که، ششم میری هفتم، هفتم هشتم نهم، تعلیمات دینی و عربی. علم دین و ملت چی بود؟ علفی نمیدونم، یه راز داستان یه گنجشکی بود که آمد نشست و شعر عربی ما برد از بر کرده بودیم برای آقای آسمانی. معلممون کی بود؟ بعضی مدرسه ها آخوندا میمدن درس میدادن، مدرسه ما آقای آسمانی که مرد بسیار شریفی بود، حالا مذهبی بود ولی آدم انسان خوبی بود، مکتب آسمانی رو داشت، فکل و کراوات میزد، پیاده هم را میومد، خوشنودی از در مسجد نو شاچرا پیاده میمد فلکه خاتون، زور گرما به ما درس میداد، پیاده هم میرفت. بله، در هر صورت نه آقا، کلن بهتون میگم این نقطه سرخط رو نگاه کنید. آقای فاطمی، شما هم اگر دوست داری بری ایران، دوست داری بری ایران بگردی، دوست داری بری ایران چون ایران پولش بدبخته، شما با دلار و پوند، با دلار آمریکا و پوند انگلیس بری اونجا قدرت خرید داری، دوست نداری اونجا زندگی کنی، دوست نداری اونجا کار کنی. من دارم اینو میگم. حالا شما هی بشین از من ایراد بگی و فکر کن که چون من گفتم نوریزاد به فکر خودشه شما منصرف شدی. نه آقا، من امروز میگم آقا نوریزاد من اشتباه کردم، همون آدمیه که شما فکر میکنی. حالا فردا برای من بنویس ببینم چه کار میکنی. شما دنبال تاییدیه میگردی که یه نفر بیاد مثل این لاشه های گوشت قصابا یه مهر تایید بزنه بر جنازه این گوشت. بفهم، این مهر تایید بر جنازه آقای نوریزا میخواد چه کار کنه؟ یه روز پا میشه دشتاشه میکنه برای میره طرف های خوزستان، یه روز لباس کردی میکنه برش میره طرف های کردستان، یه روز میره خونه مادر اون بنده خدا پسره که تو زندان کشته شد. برنامه هیچ. خب ببینیم که بله، اون دوستمونم گفتم که برای من نوشته بود که آقای سوربی گرامی، قضاوت شما 100% اشتباه است و شما کماکان به قول دوست بزرگوار و فرهیخته، اسمشون رو نمیارم چون ایشون گفت آقا من اصلا همچین چیزی نگفتم ننوشتم، ید طولانی در تخریب افراد و شخصیت دارید. شما از خودت سوال کن. مثلا من اگه اینجا بیام بگم آقا این ساختمون منار جنبون یه چیز بی خودی بوده، این نمیدونم چارباغ اصفهان یه چیز بی خودی بوده، این تخت جمشید یه چیز بی خودی بوده،
اینا خراب میشن از بین میرن؟ نه. پس من قدرتی ندارم که بتونم یه چیز واقعی و حقیقی رو تخریب کنم. من فقط قدرتم اینه که اونایی رو که شما خودتون 50% هم بهشون اطمینان ندارید، من میام مگم من 100% به اینا اطمینان ندارم. اون وقت این 100 میاد با اون 50 تا دعوا میکنه، من برنده میشم. و شما چون بازنده میشی، شما از خودت ناراحت میشی، از خودت خشمگین میشی که چرا دیروز اطمینان کردی به فائزه هاشمی، چرا دیروز اطمینان کردی به حخا، چرا دیروز اطمینان کردی به شایان کاویانی. از من ناراحت نشو، من حقیقت رو گفتم. روزی که همین فولادوند تلفن میزد صحبت میکرد اونجا با آقای مهران صدری، و ما اولین تلویزیونی بودیم که بهش وقت دادیم، تلویزیون ما تی وی، من بهش گفتم خب آقا شما برنامه چیه؟ شما آمدی این قرآن هم برای مردم توضیح دادی. خب که چی؟ هیچی نداشت. نه آقا ما مردم را آگاه میکنیم. گفتم همه میخوان مردم را بکنن، یکیش میخواد آگاه بکنه، یکیش میخواد نمیدونم. در هر صورت بله، میگه که حالا چه افراد سیاسی باشن، چه شاعر نویسنده، آقای امیر انتظام 40 سال رفت زندان چی کار کرد؟ جبهه ملی نامه دارم، آقای بیژن مهر نوشته. من این آقای بیژن مهر رو سالها میشناسم، از سال 2003 که برنامه گذاشته بودن با آقای دکتر ماسالی، با آقای حتی اون دکتر کی بود که مال نیرو دریایی بود، خیلی هم آدم خوبی بود، آدم خدایا وقتی فوت میشن یادمون میره. بعد آقای بیژن مهر یه چیزی فرستاده، من براتون میخونم، نگاه کنید. ایشون نوشته، البته جواب من داده، سربه جان اسم من بالای ایمیل هست. آها، من نوشتم که یه چیزی راجع به جبهه ملی نوشتن و چند دسته شده و چند فلان. نوشتم دوستان سلام، من سال 2001 رفتم جبهه ملی واشنگتن که با آنها بپیوندم. بعد از چند هفته گفتن این جبهه دو تا شد، یکی اون بره آب مریلند، یکی این بره آب ویرجینیا. من گفتم مورچه چیه که کل و پاچش چی باشه؟ دوستان اخم کردن. حالا این جبهه در 40 سال گذشته چه کرده وقتی که منسجم بودن؟ چون جواب انشعاب و منشعب منسجم و یک پارچه، وقتی یک پارچه و منسجم بودن چه کار کردن که حالا انشعاب شده؟ فردا در برنامه زنده کمی میخندیم، ناگفته نماند که خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است. اینو برای آقای بیژن مهر فرستادم. و آقای بیژن مهر که به نام جبهه ملی ایمیل میفرسه، به انگلیسی مینویسه ایران کمیتی. کمیته ایرانی یعنی چی؟ جبهه ملی ملی فرانتیر یا هم چیزی اسمش هست. شما چرا از خودت یه چیز دیگه درآوردی؟ بعد بهش میگم آقا زیر نامت باید اسمتو بنویسی. حتی شما مثلا اینجا میگی که من از نشنال ریپابلیک فلانم، بعد اسمتو مینویسی، یا اون آقای فلانه، یا این دموکرات فلان تری مکالوف، اسم مینویسن که این نامه رو کی نوشته فرستاده. شماها تا یه جنبشی درست میکنین اسم خودتون رو نمینویسین. دلیلش اینه که میخواین فردا بذارید زیر اون نامه که فرستادید. بعد ایشون نوشته اسم من بالای. دوستان شما خودتون بشینید از خودتون سوال کنید. آقای بیژن مهر مسئول جبهه ملی، حالا نمیدونم کدوم انشعاب شه، یادتونه اون فدائیان انشعاب شد، فدائیان اکثریت، فدائیان اقلیت، فدائیان مونده وسط تصمیم نگرفته، این وسط فقط فدائی شده. حالا این جبهه ملی چه انشعابی توش انجام شده و آقای بیژن مهر در کدام قسمتش هست من نمیدونم، ولی شما به من بگید تا حالا دیدید یه نامه‌ای از یه جا بیاد بالاش اسم طرف رو بنویسن؟ بعد اگه طرف گفت آقا این اسم کسی پایینش نیست، بگه آقا بالاش هست، من بالا چیزی ندیدم، بالا دیدم ایمیل آمده نوشته ایران کمیتی. اولا اگه برای ایرانیات شما داری میفرستی، کی اونجا انگلیسی میخونه؟ جوونترینشون منم، نه آقای بیژن مهر از من جوونتره، جوونترینش من و شما هستیم که انگلیسیمون تتپاتا هست. اونای دیگه که قربونش برم همشون میخوان دانشگاه فارسی زبانان کالیفرنیا باز کنن. میدونی چرا؟ فقط میخوان برن اونجا فارسی حرف بزنن. بله،
برای من ایشون نوشته بود که سربی عزیز، این مورچه همان است که در تمام بحرانهای 70-80 سال اخیر غیر از به خدمت گرفتنش راهی نبوده. در بحران پیش رو هم خواهیم دید که تنها خط تأمل جواب خواهد داد. شما که خودت ژورنالیستی در 40 سال گذشته، من فوری نوشتم آقا صبر کن. اولا دوست گرامی، من ژورنالیست نیستم، من یک مجری ساده رادیو تلویزیون هستم. همیشه گفتم که به دلیل وجود شاه، اینجا نوشتم نادان، حالا چون نیر خانم اینجاست میگیم کمدان، به دلیل وجود شاه کمدان و شیخ دیکتاتور چیزی از سیاست نمیدانم. شما اگر فکر میکنید همه این کارها را جبهه انجام داده، چرا یک فراخوان ساده برای مردم نمیدهید و کار این آخوندهای، اینجا نوشتم جاکش، و جنایتکار را تمام نمی کنید؟ آیا شما آقای بیژن مهر هستید؟ به نظر من بهتر است نام خود را زیر نوشته های خود قرار بدهید. حتی اگر سخنگوی یک سازمان، انجمن، جنبش، جبهه هستید، بهتر است نام خود را بنویسید. دلیل داره. من تا امروز ممکن سخنگوی تلویزیون مردم باشم، فردا یکی دیگه باشه. هر کسی باید هر زمانی یه نامه ای رو میده بیرون، اسمشو با افتخار زیرش بنویسه. اگر افتخار نمی کنید، خجالت میکشید، اون کار رو انجام ندید. اوکی. ایشون برای من نوشته سربی جان، اسم من بالای ایمیل هست. در ضمن شما هم اسمت را در ایمیل قبلی نگذاشتی. آقا من با ایمیل خودم فرستادم، با تلویزیون مردم نفرستادم. نوشته USA سربی. چند تا شما سربی میشناسی تو USA؟ حالا ممکنه برادرای منم بشناسی، ولی اونا که با شما در تماس نیستن. من شما میشناسی. همیشه من شما رو که میبینم یاد اون حرفی میفتم که به حسیبی زدی و درستم زدی. اون موقع من فکر کردم حسیبی آدمه، شما زودتر از من شناخته بودیش. و بله، به زندان افتادند و اینها احتیاجی به ژورنالیست بودن نداره. جبهه ملی سال 60 بر علیه قصاص اعلام تظاهرات کرد، 100,000 نفر آمدن و بیش از 200 کشته و 1,000 زخمی دادن. دوستان خوشتون میاد؟ افتخار اینها، افتخار مجاهدین به تعداد کشته شدگانه. آیا دیدید ما آن روز آمدیم 100,000 نفر کشته شدن؟ نشون میده درست بلد نبودید چه کار کنید. شما نتونستید امنیت اعضای جبهه ملی، امنیت مردمی که به شما باور داشتن، به حرف شما آمدن تو خیابون، شما نتونستید امنیت اینا رو حفظ کنید. ببخشید اینو میگم ها، چون بیژن مهر خیلی خودمونی صحبت میکنه، باید شرمنده باشید از خودتون، باید دادگاهی بشید. همون چیزی که من با آقای سعید گفتم، گفتم سعید جان این فائزه، اون داداشش مهدی، اون دیگه داداش دیگهش، اینا همه باید دادگاهی بشن. اون رفسنجانی اگه زنده بود باید دادگاهی میشد. چرا شما میدونستید جنگ درست نیست، جنگ رو ادامه دادید؟ ما رفتیم پیش حضرت امام گفتیم این جنگ داره شکست میخوره، امام گفت جنگ رو بدیم، ما هم دادیم ادامه بدیم، منظورم چون اینا دست به دادنشون خوب بود. این کره خرار رو باید میآوردن تو دادگاه یکی یکی محاکمه کنن. حالا شما میای یه دفعه برای من میگی فائزه خوبه، میگم نظر من، وقتی نوشتید میخواین نظر ما رو هم بدونید دیگه، من نظرم نوشتم. نه، این از اونا هم بدتره، چون اقلا اونا برای آرمانشون، برای ایده و عقیدهشون اومدن، اینا برای پول به خاطر باباشون وایسادن با دولت اسلامی. همچنین که دستشون از پول قطع شد، البته قطع هم نشده، همینو گرفتن. حالا چند سال پیش 200 میلیون تومان وثیقه، فکر میکنید چند ساعت طول کشیده 200 میلیون تومان وثیقه رو بذارن؟ اینجوری 200 میلیون تومان پول خورده تو برای جیب اینا. دوستان عزیز ممنون، متشکرم که با ما بودید. امروز بیشتر از 2 ساعت هم برنامه گذاشتم با شما و تلویزیون مردم رو به دیگر رو معرفی کنید. این برنامه ها تا 1 ساعت دیگه روی یوتیوب هم به صورت بایگانی هست و تا چند دقیقه دیگه تکرار برنامه ها رو از تلویزیون مردم میبینید. اگه میخواید برنامه داشته باشید، بهترین تلویزیون همینه که به شما نمیگه هفته یه بار اونم برق بره و اینها. هر روز برنامه‌تون اینجا پخش میشه، تازه بهتون قول یک بار رو میدیم، ولی بعضی وقتا 2 بار در روز یا 3 بار در روز پخش میشه. مردم tv.com،
فیسبوک، مردم تیوی و روی بالاترین روی ایرون.com روی آپارات هم میتونیم ویدیوهای شما رو بزنیم، شما خودت هم میتونی انجام بدی همه این کارا رو با هزینه بسیار کم. ولی اگر مفت و مجانی میخواین تماس بگیرید با بهبانی معتاد، چون اون ممکنه در ازای تریاکی موادی چیزی انجام بده. اینجا حرف مفت سال 2006 تمام شد، از 98 تا 2006 حرف مفت، هر چی زدین خوب ما گوش دادیم، حرف مفت تمام. گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. دنباله این برنامه روز جمعه با شما به احتمال 99% با آقای امیر حسین لادن خواهیم بود ساعت 3 بعد از ظهر. مرسی که با ما بودید. روز روزگار بر شما خوش.